بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر روز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز. هفتم آپریل سال 2017 برابر با 18 فروردین 1396 و امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر کاظم افشارها خواهیم بود از کانادا. ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد از ایران. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اجازه بدید که من همین چیزی رو که گفتم بنویسم و بذارم روی صفحه. گاهی وقتا ما اون چیزایی رو که میبینیم بهتر یادمون میمونه تا اون چیزایی رو که میشنویم. پس به خاطر همین هست که میگن شنیدن که بود مانند دیدن، یعنی دیدن بهتره، که ما هم برای شما اینجا این امکان رو فراهم کردیم که شما ببینید. شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. بفرمایید و تاریخ رو هم ببینم گذاشتم یا نگذاشتم هنوز. بله، این فارسیشو گذاشتیم، اینجا هم انگلیسیشو برای دوستان بذاریم. امیدواریم که اشتباه هم نکنیم. چهارشنبه، ببخشید، انگلیسیشو چهارشنبه، اینجا نمیشه 16 فروردین، این که بازم اشتباه شد. آقای ایداد بیداد، ببینیم چی شد. نه، امروز 18 فروردین باید باشه، دوشنبه 16 فروردین شد. خب اینو برمیدارم. این دوست ما از روزی که سال عوض شده، آقای علی، آقای نازنین، اینم یک کمی تاریخاش هنوز مونده. البته حتی بانک هم توی آمریکا این ماه اول سال نو رو میدونه مردم اشتباه می‌نویسن، به اصطلاح بهشون بریک میده یا زیر سیبیلی رد میکنه. بذارید من همین چیزی رو که شما اینجا میبینید روی صفحه مردم تیوی هم بذارم، چون توی فیسبوک به این صورته. وقتی که به اسم بیزینست یا سازمانت یه صفحهی باز میکنی، اونجا اسمش صفحه است. وقتی که به نام شخصی خودت هست، اسمشو میذارن پروفایل. حالا کلمه پروفایل رو من تو فارسی نمیدونم براتون چی ترجمه کنم. و اما شیر میکنیم با جایی که ما منیجش میکنیم که مردم تیوی هست. بعد میگیم که سوربی که بنده باشم با مردم که شماها باشید. امروز هم هست 7 آپریل 2017. کجا هستیم؟ USA. و وبسایت ما هم هست mardomtv.com. من فکر کنم تا یک مدت دیگه اصلا این وبسایت و اینها از بین بره و همه چیزا میشه فیسبوک. حالا همه میگن که خیلی هم دلخوش نباشید و همه تخم مرغاتون رو تو یک سبد نذارید. کی میدونه یه دفعه ممکنه فیسبوک یه جورایی از بین بره، همونجوری که MySpace بود. چی بود؟ اول آمده بود و اون الان دیگه میشه گفت از بین رفته کاملا. و اما متاسفانه سوئد یک شخص جوانی عکسش رو انداخته بودن، با کامیون رفته توی بازار، اونجایی که وقتی میگیم بازار فوری بازار تهران و بازار کرمان و بازار تبریز و اینها میاد تو نظرمون و بازار شیراز، ولی اینجا بازار همین خیابونا هم بازار دیگه. میره توی مارکت و اونجا رفته توی فروشگاهی. تا آخرین خبری که من دیدم از 3 تا شروع شد، گفتن 3 تا به اصطلاح کشته شدن و تعدادی زخمی، بعدن شد 5 تا و تعدادی زخمی. عکس اون جوان را هم که گویا داره از توی مترو میره نشون داده بودن. حالا اون عکس رو نشون میدن که اگر یه وقت شما هم دیدی به پلیس خبر بدی الی آخر. حالا اگر سوئدی باشه به احتمال زیاد فردا میگن این از بچگی مغزش اشکال داشته باید بره دکتر. اگر خارجی مثل من و شما باشه میگن این آقا از بچگی ما میدونستیم زیر نظر بود، این میخواد یه کاری انجام بده، باید صبر کرد و دید. و اما قبل از این خبر، مهمتر از این خبر، این ماجرای حمله ناوهای
یا ناوهای موشکنداز آمریکا به سوریه بود. روزگار غریبی است نازنی، شما فقط بشینید این گزارش ها این اخبار نگاه کنید و چقدر خوبه که دیگه رادیو نیست، تلویزیون شما صورت طرف رو میبینید که وقتی دروغ میگه اصلا عوض میشه قیافش. این آقای سناتور مارک روبیو که میخواست نامزد چیزم شده بود، نامزد رئیس جمهوری هم شده بود، میخواست رئیس جمهور بشه، نشد، نسبتا جوان، اصلیتشون از کوبا اومده، خیلی تند صحبت میکنه و اینها، آخرش هم فکر کنم نخست وزیری رئیس جمهوری چیزی بشه در سالهای آینده. این آوردنش توی تلویزیون صحبت میکرد، میگفتن که خب مگه نباید از مجلس سنا و مجلس اجازه بگیره رئیس جمهور بعد حمله کنه؟ گم نه، اون اجازه برای موقعی که بخوایم لشکرکشی کنیم، افراد اینجا میگن پوتینشون بخواد رو زمین اونجا پا بزن، ولی وقتی از زمین آسمون هوا، از دریا و زمین آسمون حمله میکنیم و خودمون خطری برامون نیست، در هر ساعتی از شبانه روز ترامپ یا رئیس جمهور هر کی باشه میتونه این کار رو انجام بده، و ترامپ هم اولین کسی نیست که بدون اجازه سنا و مجلس این کار کرده، رؤسای جمهور قبلی هم کردن و بیچاره مردمی که در اون مناطق هستن. ولی چرا ترامپ این کار کرد؟ ترامپ و ادمینستریشن یعنی اعضای دولتش و اینا هفته پیش گفتن ما کاری به اسد نداریم، مردم اونجا باید تصمیم بگیرن. اونایی که مخالف ترامپ هستن میگن این چون اینو گفت اسد گفت خب حالا که اینا کاری من ندارن برم مخالفینمو بزنم با بمب شیمیایی و اینها از بین ببرم. اسد و دار دستش که از دار دستش همین روسیه هم حمایت میکنه گفتن که ما رفتیم اونجا اینا رو بزنیم، وقتی زدیم اینها به اصطلاح چی میگفتن توی این انبارهاشون مواد شیمیایی یا اسلحه های شیمیایی قایم کرده بودن و وقتی ما زدیم اونا منفجر شده اونا کشته. یعنی همون که بهتون گفتم بیچاره اون بدبختی که یه جوونی رو نشون میداد، زن جوون، یه مردی زن جوونش رو، دوتا بچه دوقلو رو داشت به خاک میسپرد. اصلا امکان نداره آدم بتونه خودش رو جای اون بذاره. در اصل نمیدونم چی بگم، یکی از دوستان ما دیشب برام نوشت که مادرش فوت کرده، بهش تسلیت میگم و نمیدونم، من همیشه گفتم این واقعا ماجرای مرگ نه برای من، برای خیلی ها اصلا مونده و قابل درک نیست، نتونستیم به اصطلاح حلش کنیم و اینها. و بله آهان، ایشون توی فیسبوکشون هم نوشتن، این خانم شایسته الهامی هستن که مقالاتشون رو توی روزنامه ها منتشر میکردن، برای ما هم میفرستن، ما هم برای شما میخونیم. اینجا روز 4 آوریل نوشتن که دوستان در شرایطی که هر روز صدها نفر با اسلحه های فروخت شده آمریکا و دوستانشون توسط عربستان و اسرائیل کشته میشوند، شاید نوشتن این خبر خودخواهی باشد، ولی متاسفانه مادرم را از دست دادم. اصلا همچین نیست و میشه گفت که درسته اونها خیلی به اصطلاح ارزش داره دربارشون صحبت کنیم اینها، ولی مادر شما هم جای خودش رو داره و ما به عنوان دوست شما ازتون میخوام که ما رو در غم خودتون سهیم و شریک بدونید. ماجرای زندگی و مرگ رو بهترین بار من تو یک دکلمه شنیدم که گفت گل میدونه که ابر بهاری که میاد بعدش هم بارون بهاره و گل رو داغون میکنه، ولی با همه اینا هیچ وقت گل از ابر بهاری و از بارون شکایت نمیکنه و ناراحت نیست، چون میدونه اتفاقا تا همین امروز که زنده بوده زندگیش توسط اینها بوده. ولی اینکه ما نمیدونیم با مردن چجوری برخورد کنیم، دیدید، شنیدید، من بارها تو برنامه هم گفتم وقتی میرم یه جایی به طرف نمیگم امیدوارم غم آخرتون باشه، چون به این نجر هستم وقتی به یه نفر میگیم غم آخرتون باشه یعنی بعدی شما باشی که دیگه شما بری، شما بشی غم یکی دیگه و اله. من میگم ما رو در غم خودتون سهیم بدونید، تسلیت میگیم، همین که تسلی خاطر شما باشیم. این و دیدم که بعضی از دوستان
وقتی میخوان دلداری بدن به اون صاحب به اصطلاح کسی که فوت شده یا فامیل کسی که فوت شده، متاسفانه یه چیزایی میگن که اون بیشتر آزار میده. مثلا ما یکی از دوستان جوانمون رو، خب دیگه وقتی خودت 60 سالته، کسی که 55 سالشه دوست جوانت میشه، که خیلی هم آدم فعالی بوده، سالها اینجا زحمت کشته و اینها، این چند سالی هم بیمار شده بود و میدونید دکترها بهت میگن 2 ماه وقت داری، بعد خیلی ها این 2 ماه میشه 3 سال، 4 سال، 5 سال، خیلی ها خودشونو میدن دست این بیمارستان هایی که به اصطلاح داروهای جدید امتحان میکنن و اینها، مثل جان هاپکینز، مثل این نشنال هرت و اینها، و میذارن مواد جدید، روش های جدید، دستگاه های جدید روشون آزمایش بشه. به این وسیله هم شانس خودشون امتحان میکنن، هم این روش ها رو برای دیگران به اصطلاح به این وسیله تمرین میشه، آزمایش رو پس میده. خلاصه این دوست ما بعد از چند مدت فوت شد. کار قشنگی که کرده بود، گفته بود خب اون اعضا بدنم که از بین نرفته چیز میکنم که من شنیدم چشمشو گویا داده بودم به یه خانمی، اون خانمم نامه نوشته بود برای این دوستان ما، تشکر کرده بود اینها. ولی یه نفر مثلا از دوستان آمده بوده دلداری بده و به این دوستمون گفته بوده که خب حالا راحت شد دیگه، کمتر درد میکشه. بله این رو همه هم میدونن، شما نابغه نیستی که اینو کشف کردی که این کسی که سرطان داره درد میکشه و حالا که رفت اون راحت شد. ولی عقل و شعور و فهم و معرفتمون کجا رفته؟ اون بنده خدا که رفته، این یکی که نشسته، چرا اینو ناراحت میکنی؟ یا یه دوست دیگه گفت خب حالا بیا شما اون 55 سال دیگه عمر کرد دیگه، خب خوش بود و اینها. بابا اینو آمریکایی خیلی قشنگتر میگه، میگه برای رفتنش ماتم نگیر، عزاداری نکن، به یاد خاطرات خوبی که داشتید شادی کنید تا اون هم شاد باشه. تفاوتش چقدره؟ این همون ماجرای بفرما بشین بت مرگ، 3 تاش یه معنی میده ولی 3 تا درجه داره. در هر صورت من یه بار دیگه به خانم شایسته الهامی تسلیت میگم و ایشون میدونه من هر وقت براشون ایمیل مینوشتم حال مادرشون رو میپرسیدم و ایشون میگفت که مادرم هوش و حواس درستی نداره و براشون گفتم که مثل همون فیلم جدایی نادر از سیمین بود، کی بود، فرهاد از سیمین، نمیدونم یادم، که طرف گفت که بابات که حال حواس نداره، آلزایمر گرفته، اون که نمیفهمه. گفت من که میفهمم مادر شما لطف داشته به من، برنامه ها رو نگاه میکرده و اینها، در اصل ایشون هم لطف میکرد، سلام ما رو میرسوند. و جالب بود یکی دو بار راجع به خوراک خوردن و اینها میگفت که حتی مثلا گفتم که اسم سوربی رو آوردم و اینها، گفتم البته ما توی رادیو که بودیم، میگفتن ای کاش میشد تصویر شما رو هم داشته باشیم، میگفتیم آره خیلی خوبه، عکس ما رو بگیرین بذارید روی قندون، دیگه بچه ها نمیرن اونجا. اینم جوک رادیویی ما بود و امیدوارم که شما هم خانم شایسته بتونید با خاطرات خوبی که از مادر گرامیتون داشتید، وجود و سالهایی رو که ایشون با شما بوده، اون رو به اصطلاح جشن بگیرید یا ارزشش رو گرامی بدارید و صبر، تحمل تا این دوران سخت بگذره. و اما سوئد 5 کشته، تعدادی زخمی، جوان مظنون عکسش رو گذاشتن. این خیلی جالبه که اینها تا طرف دادگاه نره و اینها، میگن ما به این مظنونی، ولی قربونش برم ما ایرانی ها مظنون چیه؟ مظنون و متهم و مجرم و اینا همه رو میپیچونیم میکنیم توی قطی، بعدم محکومش میکنیم میندازیمش یه کنار. این هم از این ماجرا. آقای بله، حمله موشکی آمریکا به فرودگاه سوریه داشتم، اینو میگفتم که این آقای مارک روبیو وقتی بهش گفتن مگه نباید اجازه میگرفت و اینها، گفتن این، بعد گفتن خب حالا تو سوریه که ما میدونیم روسیه هم هست، ایران هم هست،
عراق هم هست، کشورهای دیگه هم هستن و نیستن، یه سریشون مخفی هستن یه سریشون آشکارا هستن، آیا به اونها هم شما خبر دادید؟ گفت نه. حالا ببینید، همون موقع گفت نه، 30 ثانیه نشد بعدش گفت ما به روسیه گفتیم از اونجا برن. یعنی حقیقتا روسیه هم یه جورایی در این حمله موشکی اقلا میدونسته. بعدم حمله موشکی کردن به یک مقر مثلا به یه فرودگاهی که خیلی رفت و آمد نداشته، توی دهی هست و اینها، البته ناگفته نمانه، توی این فرودگاه افراد ایرانی افراد عراقی به صورت دوره آموزشی اونجا دوره میبینن تا بعد منتقل بشن به این ور اون ور. این ماجرای ایران در سوریه، ایران در یمن، عربستان در سوریه، عربستان در یمن، آمریکا در سوریه در یمن، به اینها فکر کنم بهش میگن پراکسی وار یا جنگ های نیابتی، که یعنی من شنیدم به بعضی از این افغانیایی که مشکل اقامت دارن یه پولی میدن، میگن شما برو سوریه اگه جنگیدی برگشتی به اقامت میدی. نمیدونم، شنیدم این ماجرا تو آمریکا اصلا قانونه، شما برو توی مال و این برنامه که طرف وایساده ریکروت میکنه برای ارتش، اگه سنتون مثل من زیاد نباشه، نمیدونم 27-28 سالتون باشه و اینها، بهش میگی من اجازه ندارم، من اصلا ایلیگالم، غیر قانونیم اینجا. میگه اب نداره، شما بیا برو ارتش، وقتی رفتی پولت میدن، وقتی هم برگشتی اگه برگشتی بهت اجازه گرین کارت هم میدن، هر کی هم گرین کارت داشت باشه که میدونید دیگه بعدش 5 سال 4 سال نمیدونم چقدره صبر میکنه، میشه سیتیزن یا شهروند. و اما جمعه هفتم آپریل رو گفتم، 18 فروردین رو دوستمون علی به اشتباه نوشته 16 فروردین، همون نشون ندیم بهتره، بعضی وقتا اطلاعات غلط اگر ندیم بهتره، چون طرف ندیده میره دنبالش میگرده، ولی وقتی غلط اطلاع میدیم میگه آقا اونها سوربی نوشته بود 16 و باید مواظب باشه. آقای ماز جبرانی 15 آپریل همین ماه میاد در کندی سنتر و من هم خیلی خوشحالم که اونجا خواهم بود. و بذارید ببینم که این برنامه هم دو تا ساعت مختلف، یکی 7 شب یکی 9:30 شب اجرا میشه. به نظرم برنامه خوبی خواهد بود، دلیلش اینی که برنامه قبلی ماز جبرانی همه خوب، بهتر، هر کدام بهتر از قبلی بوده. الان ماز جبرانی دیگه یک کمدین جا افتاده است، فیلم داره، سری داره، شبای دوشنبه در یا دوشنبه شبها، چون اگه بگیم شبای دوشنبه ایرانی ها میرن یه شنبه، دوشنبه شبها در CBS یه فیلمی داره به نام Superior Donut و کندی سنتر یه جای بسیار قشنگی، یه جای دیدنی هست، اگه بتونید زودتر بیاین توی همون سالن اصلیش، بعضی وقتا برنامه های مجانی که اجرا میکنن کلی گرونه، اگه بخواین اون برنامه رو برید ببینید، و خود دیدن ساختمون، تورایی که میذارن جالبه. ماز جبرانی موضوع این برنامهش هم ایمیگرانت یا مهاجرین هست. من خیلی خوشحالم که 15 آپریل که شنبه آینده است، نه فردا، شنبه آینده میریم و آقای ماز جبرانی رو میبینیم و ساعاتی رو از این دنیا به اصطلاح این دنیا و زشتیهاش و اینها رو میذاریم کنار و حتی به همین زشتی ها و اینها میخندید، پس شما هم بیاین و با ما بخندید. و اما آقای ستار در شهر ویرجینیا خواهند بود. ستار خواننده ای که خیلی سنگین، رنگین و سالهای سال، من یادم اولین باری که صدایشون شنیدم من دانشجو بودم، اون آهنگ همسفر، همسفر تنها نرو، بزا خستگی هستیم و بزا با هم بریم و فلان اینها، و شنبه 6 می در سالن چری بلاسم، یعنی همین شکوفه های گیلاس رو میگن چری بلاسم،
استرلینگ ویرجینیا پذیرایی کامل با بوفه مفصل انواع پیشغذاهای ایرانی نوشیدنی غیر الکلی چای قهوه و شیرینی‌های تازه زمین چیزم هست کشبار هست که هر کی مشروب خوره بره اونجا خودش مشروب بخره و بخوره و نوش جان کنه. میگه که درها ساعت 9 باز میشه، برنامه ساعت 9:30 آغاز میشه، ستار لایو این کنسرت و شما هم بیاین. برای اطلاعات با شماره تلفن 571-242-0226 آقای آرمان شهبازی تماس حاصل فرمایی. خب و اما ببینیم که چی داریم و کجا هستیم و چه باید کرد. این عکس ستار رو هر وقت میبینم، من یه زمانی ریش گذاشته بودم سالها پیش قبل از اینکه اصلا بیام توی رادیو تلویزیون اینها، و یادمه یه شب آقای جمال وفایی آمده بود اینجا و با خانم سوسن توی یک کافه‌ای به نام ساقی برنامه داشتن و من و برادرم و همسرم و اینها اینجا بودیم و خانوادگی رفته بودیم و جمال وفایی از اون بالا نگاه کرد گفت امشب آقای ستارم اینجاست، اشاره کرد به ما. و جالب اینه هر کی میخواست بره دستشویی و بیا تو این ور و یه سلام علیکی هم به ما میکرد، فکر میکردن من ستار هستم. حالا من چه شباهتی با آقای ستار داشتم با اون ریش و اینها؟ اگر فرصتی بشه از آقای جمال وفایی میپرسیم. قبل از برنامه من برنامه کانون آوا بوده، تا ساعاتی دیگر اون برنامه به صورت ویدیو روی یوتیوب هم گذاشته میشه، میتونید اونجا استفاده کنید در هر ساعتی از شبانه روز. و باز هم میگم این فیسبوک چندین محاسن داره، یکی از حسناش اینه که شما بدون اینکه بخوای دستگاه داشته باشی، دوربین بخوای، فلان بخوای، اینا حتی با تلفنت میتونی برنامه بزنی، با کامپیوترت میتونی برنامه زنده داشته باشی. این یه حسنش که بزرگترین و مهمترین. اون وقتا باید انکودر داشتی، ویدیو استریمینگ پرووایدر داشتی، ماهیانه پول میدادی. بمانه البته یادتون باشه باز فیسبوکی که میگم همون جوری که ما وبسایتمون رو نگه میداریم خوبه که ما فیسبوک داشته باشیم استفاده کنیم، ولی وبسایتمون رو ویدیو استریمینگ هم نگه بداریم. اگه یه روزی آقای مارک فلان خواست بره رئیس جمهور بشه، این صاحب این مارک سوک سامتینگ هست، دو شاخره کشید بیرون، شما وسط زمین و آسمون معلق نمانید. درسته که آسانسور خوبه، فیسبوک آسانسوره، ولی وبسایت اون ویدیو استریمینگ ما این مثل پله است و بعضی وقتا اگه ساختمون پله نداشته باشه اصلا فایده نداره. درسته که آسانسور داره، ولی آیا شما 100% با آسانسور اطمینان دارید؟ آسانسوری که خودش دم درش نوشته موقع امرجنسی، آتش سوزی و نمیدونم اشکالات دیگه از آسانسور استفاده نکنید، چون نمیدونن چقدر دیگه این آتش میخوره به این کیبل ها و اینا، شما اون وسط حبس میشید، زندانی میشید، ولی پله ها شانستون بیشتره. ما هم اینجا پله هستیم، میتونیم بهتون ویدیو استریمینگ بدیم، سرویس، خدمات ماهیانه و برای تلویزیون یه چیزی نزدیک کمتر از $1 در ساعت، یعنی یک ماه میشه 720 ساعت، $720، ما حدود $600 $450 بستگی به تعداد بیننده شما میتونیم باهاتون کار کنیم. رادیو که دیگه حرفشون نزن، رادیو ما میتونیم با $150 $200 $300 در ماه، یعنی روزی $10 شما 24 ساعت رادیو خودتو داشته باش. دیگه نه ناراحت باشه از دست سربی که آقا اون روز نامه فلانی رو خوندی من نمیام، نه ناراحت باشه از دست سربی که آقا من اون روز گفتم برات پول میفرستم تو گفتی قبوله، ولی از این دیگه دلخوری ها هم نداره، خودتون هستید و خودتون و اختیارش دست خود شماست. و اما یه دوستی داریم برنامه چهارشنبه، منو وقتی نگاه کرده بود گفت آقا وقتی که به حسین دوست خودت حمله کردی فهمیدم که تو هم مغزت تحت اختیارت نیست و این دوست ما همون کسی هست که باور داره نه فقط مغز ما، چون تا امروز ما فکر کردیم قلبمون هست
که تحت کنترل ما نیست. ایشون ثابت کرده که نخ مغزمون هم تحت کنترل ما نیست و ایشون میگه که هیچ یک از اعضای بدن ما تحت کنترل نیست، که امیدوارم برنامه‌هاشون رو بیان شروع کنن با هم صحبت کنیم و برامون بگن. امروز گفتن تو ثابت کردی که من درست میگم. گفتم ای بابا، پس ما شدیم خوبچه هندی آزمایشگاه شما، شما رو ما آزمایش میکنی، هی تحقیقات مینویسی. وقتی نوشت و جواب داد، بعد گفت که اینجوری که دارم تحقیق میکنم و پیش میرم، به زودی دیوانه میشم و ادعای پیغمبری میکنم. گفتم آقا تو رو خدا این مقام امام اول دینت رو برای من نگه بدار. بعد گفتم چرا همه این پیغمبرها وقتی که میخواستن پیغمبر بشن، مردم اون زمان فکر کردن اینها دیوانه هستن، همش بدون استثناء اطرافیانشون گفتن دیوانه هستن. حالا اینم یه بحثی که اگه کسی دوست داره بیاد در مورد صحبت. و اما دوستی برای من این تصاویر پایگاه هوایی نمیدونم این شعیرات در سوریه پس از انهدام و فرستاده که از وبسایت پارسینه است، بذارید با هم ببینیم، ببینیم چی بوده، حالا چی شده. و بله، میدونید که این روزا از طریق گوگل شما میتونید، از طریق گوگل مپ الان من میتونم بزنم بنویسم فارس مردشت، بزنم تهران کرج، از اون بالا نگاه کنم، بعضی وقتا عکس ماشینتونم مثلا جلو خونتون میشه دید. دیشب اینجا با یکی از این ماموران اطلاعاتی 25-30 سال گذشته آمریکا صحبت میکرد، میگفت خب ما تو نقشه خیلی قشنگ دیدیم، دوستان نگاه کنید این همون نقشه است، این بردنش بالاتر. البته این کار غلطیه، وقتی یه نفر میخواد یه چیزی رو مقایسه کنه باید دوتاش با یه اسکیل، با یه اندازه باشه. یادم وقتا شابلون استفاده میکردن، میگفتن این یک صدومه، یک هزارومه. ببینید این همون مثلثی که اینجا هست، ولی اینجا به این کوچولویی نشونش داده، ولی بعد که میای پایین این منهدم شده دیگه، اونجا رو زدن میبینید دیگه سیاه و تار شده. و میگفت که این فرودگاه مهمی نبوده، این چند تا از این به اصطلاح آشیانه ها درست کرده بودن برای هواپیما و هلیکوپتر و اینها، و باور دارن که ترامپ این کار کرده که اولا یه مقداری کلن جو آمریکا که الان فقط 35%، یعنی برای اون احمقایی که من میگن آقا شما به مردم منتخب، به شخص منتخب مردم میگم، آقا تازه اگر 100% به این رأی داده بودن، یعنی خود منم جزوشون بودم، من امروز حق دارم بهش ایراد بگیرم. تالا چه کاره هستی؟ تو رو سننم. بماند 35% از مردم آمریکا میگن این کارایی که کرده تا امروز که هیچ کاری نبوده مورد تایید شد، و الا یکی یکی خودشون دارن بر میگردن. جالبه، دیشب گفت یک خانمی که به این رأی داده، شوهر اون خانمه رو گرفتن دیپورتش کردن، اخراجش کردن از مملکت. بعد این گفته شما که گفتید فقط جنایتکارا و خاطیا و مجرمین میگیری، این که کاری نکرده، درسته ایلیگاله، ولی اینجا داره کار میکنه برای شما، اینو داشته باشید. از اون ور تو کالیفرنیا الان نگرانی شدیدی ایجاد شده، آقای بابک هروی دوستان دیگه، که محصولات آب دادن، شخ زدن، تخ کاشتن و نمیدونم، حالا داره آماده میشه، کسی نیست هاروست بهش میگن، برداشت کسی نیست برداشت کنه، کسی نیست دلا بشه یکی یکی این توت فرنگی ها رو بذاره توی جعبه‌ای، بذاره سر خیابون به شما بده $3 بده $2. کالیفرنیا که ماشاءالله میگن 99 سنت نیست، اونجا میمونه خراب میشه. اگرم به شما بگن اوکی ماشین تو نگه دار بیا خودت برو هر چی خواستی بکن $1-$5، شما و من میریم صدمه میزنیم. اینایی رو که قشنگ اینجوری هیچ وقت یادم نمیره، آقایی بود به نام آقای خوشگو، ایشون دبیر بود، منم دبیر هنرستان بودم، و این آمد یه روز گفت که بچه‌ها مژده به ما دوستامون توی قسمت ناهارخوری اینا، گفت که مژده، گفتیم چی؟ گفت من بوته چیز رو پیدا کردم، دارم استرابری، اونجا بهش گفتن توت فرنگی، چون توت ایرانی از درخته، ولی توت فرنگی ماشاءالله اینا از زمینشون هم نعمت میاد. بعد گفتیم خب به ما هم بده. خانم منم خیلی علاقه به اصطلاح گیاه و باغ و این چیزا داره،
و این بنده خدا کلی زحمت کشید اونجوری که باید اینا رو درست کرد و کاش رو اینها. و من یادمه هر روز صبح که میخواستم برم هنرستان، خب هنرستان تو ایران خیلی زود شروع میشه به نسبت مدرسه و اینا، نگاه میکردم میدیدم ای بعد دو سه تا از این توت فرنگی ها حاضره تقریبا نیمه قرمز و اینهاست، میگفتم اصل که برگشتم اینا رو برمیداریم و میخوریم. وقتی میمدم میدیدم مورچه ها خوردن، میدیدم پرنده ها خوردن، و اینم حاصل ما از این باغ انقدی که داشتیم، باغچه انقدی که داشتیم این بود که فقط میکاشتیم. البته ما کاشتیم، مورچه ها دیگران خوردن، حالا امیدواریم دیگران که میکارن ما بخوریم، یا اینجوری بود دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. اینم از ما جبرانی رو نشون دادم، ستار رو نشون دادم، امیدوارم در هر دو برنامه بیاین و شرکت کنید و خوش باشید. درسته که توی خبرها بودن، در جریان بودن خوبه، ولی بعضی وقتا کلن انسان باید یه مقداری هم به خودش شادی بده، به خودش برسه. همین ماجرای مریض شدن من و این گلو درد و اینها دور از جونتون. حالا کار ما از اون نمونیا یه پله نمیدونم رفته پایین تر یا بدتر، بهش میگن برونکایتیس، برونشیت خودمون. حالا همچی میگیم برونشیت، آقا اون هم برونکایتیس بوده، بلد نبودن، مثل فرانسوی ها میخوندنش میگفتن برونشیت. در هر صورت یه چیزی میدن میگن اینهیلر، اینهیلر یعنی داخل کشیدن، چه میدونم. و دیدید حتما اینایی که آسم دارن، ما میگیم آسم، اینا میگن ازما. اینایی که ورزشکارن به یه دلیلی نفسشون کم میشه و اینها، اینا رو دارن، این استروید، استروید. و یک روش خاصی داره، بعضی همجور بدونی که بلد بشن میزنن، هیچ فایده هم نداره. مثل من دیروز برای اولین بار دو بار زدم، گفتم اصلا هیچی نبود، اومدم ویدیو نگاه کردم، حالا چرا بلد نبودم. نگاه کنید این دوستان، این قطیش میخوام براتون بگم، همه اینها رو خوندم دیدم هیچ چیزی ننوشته من با این چه کار کنم. آمدم اینم باز کردم نگاه کردم و اینها، این یک کاغذه گذاشته داخلش که من نمیدونم کدوم یک از شماها یه دارویی که میخواین استفاده کنید اون موقع که مریض هستید میان اینقدر کاغذ رو میخونید. پس اجازه بدید که اینجوری مچلش کنیم پرچ. و اما بعدی گفتم حالا رو قطی شاید ساده ترش نوشته باشه، بعد دیدم اینجا یه چیزی داره مثل یه دره، بازش میکنی، بازش کردی، گفتی به 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 بفرمایید تو. آمد و دیدیم ای خدا چشمت روز بعد نبینه. والا من میخواستم شعبده باز بشن، این خیلی چیز خوبی بود برای شعبده بازی، یعنی من الان که دیگه نمیتونم اینو جمع کنم، ولی اون موقع میتونستم. اینا رو برای چی مینویسن واقعا؟ خط خودم هست. در هر صورت وقتا میگفتن از اینجا تا اینجا اگه اینجوری کنی یه متر. این اینهیلر که الان اینجا ندارم، یه چیزی انقدیه، روش خاصی داره برای اونایی که گرفتن و اینها. میگه اول وقتی گرفتینش شیکش کنید، تکونش بدید، چون اینا میمونه تو داروخونه و اینها، مثل که خلاصه. بعدم یکی دو بار اول بزنید توی هوا بره، بعد برای گرفتنش اولا روی یوتیوب و اینا نگاه کنید، اگه بلد نیستید اینه، خیلی ساده، میگه نفستون رو بدید بیرون، بعد وقتی میخواین نفستون رو بدید داخل این رو بذارید داخل دهنتون، سرش رو باز کرده باشید، دوتا پیف پیف اینجوری، پاف پاف، هرچی میگن پیف پاف یادتونه، دوتا اینجوری کنید و اینو اینهیل کنید که بره توی ششتون. اصلا من هر وقت این کارو میکنم حس میکنم که رفته داخل ریه، شش، درست میگم، لانگ اینجا میگم. و میگه تا اونجایی که میتونید نگهش دارید، اگه شما شناگر هستی میتونی یه دقیقه خورده نگهش داری، 50 ثانیه، 30 ثانیه، 10 ثانیه، هرچی نگهش دار. وقتی اون موقع دیگه سیاه شدی، کبود شدی، نبا به اونجا نرسیده، بذار بیاد بیرون. بعد میگه شما برید دهنتونم بشورید، چون این داخل دهنتون نباید این استروید باشه و فقط داخل ریه ها. و دیروز زدیم خیلی مؤثر بود، خدا پدر و مادر این دکتر رو بیامرزه که بالاخره مشکل ما رو فهمید. و این
برونشیت چی هست هنوز نمیدونم، دیروز تازه فهمیدم، راجبش تحقیق نکردم. هرچی هم بیشتر بدونی بیشتر میترسی، هرچی هم بیشتر بترسی خود اون نگرانیه عمرتو کمتر میکنه. پس باز برمیگردیم به اون که خوشبخت آن که ندانست خرامد و علاق رفت، بیچاره شما که گرفتار عقل شدید. و اما خسارت های زلزله خراسان، خراسان رضوی، این ماجرای خراسان بزرگ، خراسان رضوی، اینها برمیگرده به اونجایی که حتما شما و من هم موقعی بودید که ایران 13 تا استان داشت، بحرین استان 14 بود که این دوستان شاه اللهی میگن نه خیر همچین چیزی نبوده، بحرین اصلا مال ما نبود، مال انگلیسی ها بوده، بی خود اصلا ما اسمش یاد گرفتیم، بماند آقا دادن رفت. حالا هرچی، این حالا شده 25 یا 30 تا استان، یه استان های اومده که اصلا من اسمشونم بلد نیستم و خیلی هم بده که ما همه رو همون چیزهای قدیم بلدیم و یکم نقشه ها رو نگاه نمی کنیم و اینها بمانه. خسارت های زلزله خراسان رضوی میگه که بخش های خراسان رو لرزان، همون رو زلزله بود که روز دوشنبه چهارشنبه براتون خوندم و خیلیه یعنی معمولا همش توی این جاهایی هست که خشت و گل و اینها خونه ها رو میسازن و با یه تکون میاد پایین همه چی و اینا، خیلی مساله سنگینیه، یعنی هر کی زیرش مونده باشه به دو دلیل از بین میره، یکی سنگینی که رو سرش خراب میشه، یکی بعدم چون گل و خاک هست نفس کشیدن رو. بذارید من این عکس‌ها رو براتون بزرگتر کنم. این دستگاه‌های ما اینقدر ماشاءالله خوب و روبه راه هست که نگو و نپرس. بله، در هر صورت فکرشو بکنید ایام عید این بیچاره ها که حالا زمستون رو پشت سر گذاشتن و منتظر بودن که بهار باشه و شادی و خوشی و درا رو باز کنن، یه هوای عوض بشه، این زلزله خونه هاشون رو ریخته پایین. یکی از دوستانمون که دیگه چی میگن معرف حضورتون هستن، این آقای پتیک اون روز پیام گذاشته بود، گفت آقا من $100 میفرستم، چون کسی رو تو ایران ندارم و نمیشناسم، شما اگر کسی رو داری بفرست. ما فوری همون موقع چون آقای افشارها از مشهد هستن به فکر اون رسید که با آقای افشارها بگیم. و جالب اینه دوستان، این که میگم بابا این آمریکا موفق شدن برای اینکه یه نفر یه قدم پیش میذاره، دومی حالا یا خجالت میکشه میگه بابا این قدم رو برداشت، خب حالا اون ماشاءالله بذل و بخششش زیاده یا قدرت مالی زیاده، $100 داده، من از خودم خجالت میکشم من $50 بدم، یا این که اونم تشویق میشه، حالا هر کدومش میخوان بذاریم، اونم یه کمک میکنه و وقتی هممون کمک کنیم برای من و شما $100 $50 والا بلا ما را نه فقیر میکنه نه اگر کمک نکنیم شاه میشیم. این روزا وقتی به یکی میگی شاه فوری اون در به در و در به در شدن و بدبختی هایی که شاه کشید میاد، نمیدونم با بگیم نه فقیر میشیم نه ثروتمند. ثروتمندام آدم های خوشبختی نیستن دوستان. شما نگاه کنید هر کدوم از اینایی که پول بیش از حد دارن یه بدبختی نصیب یه جایی نصیبشون هست. اتفاقا میبینم که این آقای فرزاد عزیزی که از بجنورد هستن، ایشون هم الان لطف کردن روی فیسبوک هستن، دوستان کمک کنید، این آقای پتیک به من اطمینان داره، شما به هر کی اطمینان دارید، من نمیگم شما به من کمک کنید، به صلیب سرخ اطمینان دارید، به هلال احمر، به آخوند مملکتتون، به نمیدونم آقای مدیر مدرسه‌ای که با هر کسی رو که اطمینان دارید به هر رقمی که میتونید کمک کنید. ببینید خب این حالا این اتاق خوابه خیلی بزرگ و زیبا و بالاخره هر کی بوده وضعش خوب بوده، یک ببینید 4 تا قالی داره، یک قابی زده اینجا بزرگه، حالا بیای صبح بلندش اینجوری شده باشه، این دیگه قابل زندگی نیست، یا بیای اینجا این آشپزخونه شونه نمیدونم چیه، بله آشپزخونه است، اون توستره، اونم بالاش سماوره، اونم نمیدونم پایینش قابلمه ها هست، اینجوری شده باشه. حالا اینا هم آمدن توی حیات نشستن دارن بالاخره باید از اونایی که زنده موندن نگهداری کنن، آشی بپزن، سوپی بزن، به برنج بپزن تا این بنده خداها. و اینجا آخ آخ فکر کنم اینا
بله فکر کنم اینا جنازه است که تو تابوت گذاشتن، درست چشمام نمیاد. در هر صورت من خبرهای چیز ندیدم، ولی این گروه امداد دمشون گرم، دیدم حتی یه جایی با سگای اینها میرن که اگه یه موجودی مونده باشه زیر آوار، میگفتن اونجا مونده باشه اینا برن نجات بدن. و شما میتونید آقا خانم، این آمریکا به این آمریکاییش، من قوطیای خالی نوشابه رو جمع میکنم، قبلا میدادیم به پدر یک کارگری بود توی یک شهر دیگه ای. این پدرش فوت شد، میریم میدیم به آتش نشانی و شما لابد پیش خودت میگی آقا این سوربید مزخرف، میگی مگه میشه آتش نشانهای آمریکا احتیاج به قوطی خالی نوشابه ما داشته باشن؟ بله، اینجا همون نوشابه ها رو جمع میکنه، قوطی های خالیشو، آلومینیومش رو میفروشه، خودشم مجانی داوطلبانه میاد میشه مامور آتش نشانی. و اینه که این مملکت به اینجا رسیده. و الا شما میبینی اونایی که پول دارن، فکر خودشه، فکر دامادشه، فکر همسرشه، فکر نمیدونم بچهشه، فکر نوشه و الی آخر، به هم دیگه که کمک نمیکنن. شما از دم فایر استیشن های اینجا که رد میشید، از اسکای آتش نشانی که رد میشید، همش نوشته، همش نه نوشته که مثلا این اسکای شماره فلان آتش نشانان داوطلب. بعد میبینید طرف ارتشیه، مثلا دو روز در هفته که بیکاره میاد اینجا، معلمه، نمیدونم راننده تاکسیه، این کارا رو انجام میده. بیشتره آبادانی این مملکت از داوطلبینه. آقا این همسایه ما ماشاءالله میلیونره، ولی بچهش میاد بیسکوت میفروشه. بچهای خود ما میرن بیسکوت میفروشن، میرفتن دیگه الان پیر شده، بیسکوت میفروختن. برای چی؟ کمک میکنن به اون پیشاهنگی، حالا دختره برای دختران پیشاهنگ، پسره برای پسران پیشاهنگ و الی آخر. در هر صورت هر کسی رو اطمینان دارید و لازم نیست شما یه دفعه نمیدونم انقلاب کنید، اگه میتونید برو بکنید، نگید میخواستم انقلاب کنم سوربی منو. آقا یه نفر یه دمپایی براش بخر، یه بچه‌ای براش یه توپ بازی بخر، یه بچه‌ای براش یه دفتر بخر مشقشو بنویسه، که یه معلم بی انصاف نفهم نزنتش بگه تو چرا مشق ننوشتی، آقا اصلا این دفتر نداره. اینم از این. دوستان به من پیشنهاد کردن که کمتر حرف بزن، این گلو درد و اینها باید بهش استراحت بدی تا خوب بشی. دیدم درست میگن، چون برنامه وقتی دو سه ساعت دارم بعدش قشنگ حس میکنم که اینجاها اصلا بند میاد، بسته میشه، گوش درد، سینوس درد، سردرد و الی آخر. خب اینم آخرین عکسی که از آقای ترامپ برای ما فرستادن، با هم ببینید و دوستانی که ناراحت میشن خب بشید تا ببخشید اینو میگم تا جونتون در بره. شما نشون میده اینقدر هنوز شعور پیدا نکردید، تو قرن 21 توی آمریکا هنوز موندید توی نمیدونم به فلانی توهین نکنید، به شاه توهین نکنید، به رهبر توهین نکنید، به رئیس جمهور توهین نکنید. توهین نیست، اینه دیگه. یه نفر آمده چند تا برگ کالباس و موز و دستمال کاغذی و اینا گذاشته و آدم تا اینو میبینه یاد همین آقای ترامپ میفته. و ترامپ هم حالا نواراش هست، برید ببینید، گفته که من رئیس جمهور چین وقتی اگه بیاد اینجا، اون موقع که میگه اصلا اینا رو باید بریزیم دور، اینا بی خوده فلان بیساره، من مکدونالد هم بهشون نمیدم. حالا بردتشون توی اون خونه وایت هاوس به اصطلاح توی چیز توی میامی فلوریدا و چه پذیرایی که ازشون میکنه. البته یادتون باشه این پذیرایی ها رو پولاش رو مردم آمریکا باید بدن، الان مونده توش نیویورک و این وایت هاوس اینجا و خرجایی که اونجا داره به بار میاد. میگن آقا تو قرار بوده یه جا باشی، تو سه جا هستی، زنت که ول کرده خوش برای خودش نیویورک، میگه من با این جوون مبونا خوشم، خودت که به جایی که بشینی اینجا و هی بلند میشی میری چیز، پیره دیگه 70 سالشه نمیتونه، حالا سال شانس آورده امسال سال سردی نبوده، هی بلند میشی میره فلوریدا که این استخوناش آفتاب بخور، خرج داره دیگه. البته چیکار میکنه؟ این مخارجی که ما میدیم میشه درآمد اون
ساختمان و مؤسسه و هتل و اینایی که داره اونجا، یعنی رونق کارش شده. خب دلیل عقب ماندگی ایران چیست؟ سوال خیلی سختیه، اینو میذارم براتون روز دوشنبه با هم میخونیم، چون امروز ما 12 دقیقه دیگه، شاید هم 10 دقیقه دیگه، 2 دقیقه زودتر بریم بهتره، میریم با آقای دکتر کاظم افشارها باشیم. پس بذارید امروز چیزایی که از قبل براتون گذاشتم تموم کنیم، و اگه بشه یک کارش کنیم، راندن خودرو به داخل جمعیت در استکهلم. گفتم خب این جوان حالا یا روانی یا تروریسم گفته که حالا چون ترامپ گفته بود که آها ببینید دیشب چه اتفاقی افتاد در سوئد، بعد همه گفتن آها سوئد اتفاقی نیفتاده، حالا این جوان گفته بفرمایید توی استکهلم رفته زده. میگم تا یه مقداری من فکر کردم 3 نفر، بعد شد 5 نفر، حالا دیگه شاید هم بیشترم شده باشه، چون بعضیا وقتی مجروح میشن تا میرسوننشون به بیمارستان و اینا اون بنده خدا هم تلف میشن، از بین میرن. و اما آغاز و پایان زندگی رو شما چگونه میبینید؟ این هر کی بوده این عکس رو گرفته، خیلی قشنگ، این آغاز زندگی توی گالسکنسین صندلی چرخدار، اینم تقریبا پایان زندگی باز توی صندلی چرخدار، و چقدر از کنار هم میگذریم و خبر نداریم، نه این بچه از آیندهش خبر داره نه اون پیرمرد از فرداش. این رو برای چند تا از دوستان فرستادم، یکی از دوستان ما که ماشاءالله خیلی حاضر جواب هم از اینا، یک خانمی نوشت، البته فراموش نکنید در هر دو زمان، چه آغاز چه پایان، این خانم ها هستند که شماها رو توی این کالسکه یا توی اون صندلی چرخدار به اصطلاح اینجا و آنجا میبرن. دست خانم ها درد نکنه، ممنون و متشکر، به نوبه خودمون. و اما کشف اتمسفر در اطراف یک سیاره شبیه به زمین، دیدید حتما تا حالا چندین بار گفتن، یه بار گفتن مریخ مثل زمینه، وقتی رفتن کره ما امیدوار بودن توی کره ما بتونن زندگی کنن، بعد دیدن اونجا مثل که اتمسفر نیست و مشکل و اینا. در اصل میگه که این خبر رو بی بی سی گفته یا نوشته، اجازه بدید که من براتون اینجوری باز کنم و بخونم. بله اینم آف کف، کشف اتمسفر در اطراف یک سیاره شبیه زمین، بی بی سی نوشته که منجمان میگویند برای اولین بار در اطراف یک سیاره شبیه به زمین اتمسفری را شناسایی کردند. آنها مشغول مطالعه کره‌ای به نام G1132b بودند که حدود 1.5 برابر زمین است و 39 سال نوری از ما فاصله دارد. رصدها نشان می‌دهد این سیاره را اتمسفر غلیظی از جنس بخار آب یا متان یا ترکیبی از این دو پوشیده است. خب خدا کنه یه جایی رو پیدا کنن، اگه این دنیا رو این زمین رو با جنگ و بمب اتم خراب کردن، اقلا بریم اونجا ببینیم این دوستمون چی نوشته. روزی 2 بار آب پرتقال تازه در لیوانی بزرگ بنوشی، بابا بزرگ سربی، چند روز دیگه باید نوه کوچولوی خوشگل رو بوس کنی، باید حالتون خوب بشه. آخ میگی این نوه ما دیگه داره میشه 1 سالش، چند روز دیگه میشه 1 سالش، و واقعا آدم هر یه روزی که اینا رو میبینه میبینه چقدر چی یاد میگیرن. دلم هم میسوزه بعضی وقتا، میگم چقدر زحمت میکشن یاد بگیرن چارچنگولی را برن، یاد میگیرن تاتی کنن، پاور بچینن، یاد میگیرن چپ و راست چجوری زمین میافتن، و این خودش یواش میگیره میاد پایین. میگم که این جون کوچولو رو چقدر دوست داری. در صورت امیدوارم که شما هم همتون سالم باشید، نوهاتون بچهاتون همه سالم باشن و قدر همدیگر رو بدونید. این هم از این ماجرا. و مرسی، چشم، آب پرتقالم میخورم، ولی این مریضی و اینها رو باید یه جوری با ورزش، با راه رفتن، با توی آفتاب بیشتر بودن و نشستن و اینها تعداد مریضی ها رو کمتر کنیم، مخصوصا وقتی که سنمون میره بالاتر و vulnerable میشه، یعنی
بیشتر ممکنه مریض بشیم. یه کمی هم رعایت کنیم. یکی از دوستان نوشته بود آقا شما تو برنامه میگی به امید روزی که این روبوسی از بین بره، میگه تازه اروپایی هم شروع کردن روبوسی میکنن. حالا اینجا من میبینم ایرانی ها دیگه دوتا ماچ هم ولد نمیکنن، سه تا ماچ میکنن. تا سه تا ماچ میکنن میفهمی این میره ایران و میاد. خب بله، تکس مسیج، این عکس آقای ترامپ رو نشون دادیم، اونم خودرو در سوئد، اینم آغاز و پایان یک زندگی، کشف اتمسفر. بله آها، برای این دوستمون این نوشتم: سلام، ما رو در غم خود شریک بدانید. زندگی من و شما ماجرای گل و ابر بهار است. هرگز گل از باران شکایت نمی کنه. این مرگ مثل ابر بهار و بارانه، میاد میبره یه سری گلا رو، ولی جا باز میکنه برای دیگران. و نمیدونم، در هر صورت یه آهنگ خوبی بود، اون هایده خونده بود، رفتم رفتم بار سفر بستم. و یه آهنگ دیگه هم هست، حبیب خونده بود که میگه شنیدم که چون بوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد. معروفه، نمیدونم همچین چیز صحت داره یا نه. میگن قو، میدونید قو اون پرنده، اون پرنده ای که تو آب هست و مثل مرغابیه ولی بزرگتر قشنگتر اینها. این میگن وقتی میخواد بمیره، فیل هم اینجوریه، وقتی میخواد بمیره میره، خجن خودش میشوره. میگن قو میره یک کناری، و خیلی ها میگن این وقتی میره اونجایی بوده که عاشق شده و اینها، داستانهای زیادیه. در هر صورت امیدواریم که هر کی میمیره اطرافیانش بتونن با خاطرات بودنش، با خوبی ها، با خوشی ها، این درد رو به اصطلاح کم کنن. تا کم که نمیشه، اینجا بهش میگن به اصطلاح grieving، یعنی نمیدونم چی بگم، مثلا یه گروه های هست دور هم جمع میشه. یه دوستی برای من یه چیزی رو نوشته بود که اینکه رهبر 78 ساله ایران، خدا کنه زنگ نزنی، یکی بحثه انقدی آورد، منفجرمون نکنید دوستان. رهبر 78 ساله ایران، یه مجله تایم در سرمقاله خود می نویسد که این 28 سال کشوری را پرتلاطم‌ترین طوفان‌ها جوری رهبری کرد که امن‌ترین کشور خاورمیانه است. البته بعد دوستان نوشتن آقا این که میگی تایمز سال 2016، مجله تایمز 2016 همچین چیزی رو ننوشته. بعد این نوشته حالا شما چی کار دارین؟ این حقیقت داره یا نه؟ میدونید که این آقای خامنه ای کونه‌وردی میکنه، از سواری میکنه، با وجود که یه دستش و یه پاش گویا فلجه، یا تو همون ماجرای بمبگذاری و اینها از دست داده، ولی میگن از لحاظ سلامتی اینها فعاله، با وجودی که سیگار میکشیده، پیپ میکشیده، عکساش هست، یه سری عکسای با وافور و اینا گذاشتن، اینا فتوشاپه. امروز برای یه نفر نوشتم بابا نکنید، اینا شما رو دیسکردیت میکنه، اعتبار شما رو میاره پایین. اولا یه بنر مثلا یه جا نوشته بود ما قصد داریم کاخ سفید رو بکنیم مسجد، بعد خود بنره اینجوری بند شده، سنگینه دیگه، وسط میاد پایین، نوشته اینا صاف صاف واسه. بابا حداقل دو تا تکنیک یاد بگیری. در هر صورت دوستان عزیز، ساعت 2:57 دقیقه است، اجازه بدید من زودتر برم سراغ آقای دکتر کاظم افشارها، چون ما اینجا دو تا اسم داریم. باورتون میشه من تا حالا 10 بار این اسمی رو که آقای افشارها گفته بابا اون قدیمیه، دیلیت میکنم، ریموو میکنم، بلاک میکنم، ولی تا میزنم افشارها دوتاش میاد بالا. یعنی این که میگن هیچ چیزی توی دنیا از بین نمیره حقیقت داره. اینی که دارن دنبال صدای داوود تو کهکشانها میگردن، پس فردا پیداش میکنن. ولی یادتون باشه یه وقت تقلبی صدای من رو به جای صدای داوود بهتون غالب نکنن. به احتمال زیاد اینه، چون نشون میده که دفعه قبلم 1 ساعت و 3 دقیقه باشون صحبت کردیم. پس ببینیم که همین هست و با ایشون باشیم. ببینیم، اوپس، ببخشید. آقای دکتر افشارها، الو، سلام آقای افشار. به به، تصویرتونم آمد، چقدر تصویر خوب. و این دفعه میتونم بگم از همیشه
تصویر بهتر از لحاظ تلویزیون و اینا. خب دوستان عزیز، آقای افشارها هم با ما هستن، ضمن تبریک سال نو بهشون و آرزوی این که سالی بهتر باشه، هم برای ایشون، هم برای خانوادهشون، هم برای ما که خانواده بزرگ ایشون هستیم، ایرانی ها و تمام آدم های کره زمین. حالا اگه کرات دیگه هم آدمی، حیوانی، جانوری دارن باشن. دیر شب شنیدم برای اولین بار، من از روزی که اومدم آمریکا ایراد گرفتم که چرا اینا میگن God bless America. اگر یک کسی به خدا باور داره باید بدونه که خدا باید همه رو بیامرزه، نه God bless America. این ترامپ که آقای افشارا هم یه جورایی حمایت میکرد که این بیاد بشه و من مخالفشم، بالاخره دیشب گفت God bless America و همه انسان ها. آقای افشارها سلام مجدد، تبریک سال نو و خوش آمدید. این اولین برنامه امسال شماست، امیدواریم آخرین نباشه. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، با شما هستیم، بفرمایید. بنده هم قربان متقابلا سلام عرض میکنم به حضور حضرت عالی و شروع میکنم با بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله الطیبین الطاهرین، تمام دوستداران، عزیزان، بینندگان، شنوندگان، هموطنان عزیز ایرانی و موحدین عالم و بزرگوارانی که به خلاق عالم معتقد هستند و می دانند که این کون و عالم ملکوت در حال صاحبی دارد، سلام عرض میکنم و درود میفرستم و آرزوی بهترین ها رو براشون در سال به اصطلاح پیش رو و سالهای آتی دارم. امیدوار هستم که انشالله زندگیشون توأمه با خوشی، سلامتی، درآمدهای حلال نازنین ازم به حضور دنیون پرگونم ما رزق ناکن با انفاق به اندازه کافی همیشه سرفراز و عرض کنم موفق و پیروز باشد. عرض به حضور محترم حضرت عالی و دیگر دوستان، تبریک عیدی لازم داشتم که به عرض مبارکتون رسوندم، عید فرا رسیدن بهار. و در همین جا جناب آقای سروی لازم میدونم به عرض حضرت عالی هم برسونم که و دیگر دوستان، از اونطور که قبلا هم به نظرم برای جناب عالی ایمیل کردم، از یک شنبه به مدت 133 روزی برای چند کشور ما عازم هستیم و خداحافظی زمینی داریم تا انشالله به سلامتی پس از انجام مسافرت و تشرف به عرض کنم که آستان ملائک پاسبان امام هشتم و عرض کنم کربلا و نجف که اونها بیشتر 4-5 روزی طول نخواهد کشید در جمع ادا وظیفه بکنیم، چون هر حال دوستان وظایفی معطل میکنن و خودمان هم از زیارت سیراب کنیم، بعد 4 سالی مجددن برگردیم در خدمت دوستان باشیم. جناب آقای سربی، از حضرت عالی و جناب آقای پتیک عمیقا بسیار زیاد در ابتدا دعاگویی میکنم، در ثانی تشکر میکنم از اینکه همدردی فرمودید، مثل دو ایرانی عالی، مثل دو ایرانی والا مقام، مثل دو ایرانی راستگو و درست کردار ابراز همدردی فرمودید با هموطنانتون و خصوصا با همشهری های ما که متاسفانه در همون 140-150 کیلومتری ارزم به حضورتون مشهد المقدس انجام شده است که در حومه کریمان باشد، همون سنگسوید و اینها، ولی خدا رو 100,000 مرتبه شد هیچ گونه تلفات جانی جز یکی دو نفری نداشتی. اتفاقا همون روزی که این واقعه ارز کنم که آسمانی نازل شده است بر اونجا، صبحی بود که من به خب دلیل کار خودم حدود 4:15 بود و چون خواهر برادرها مرام همه میدونیم، برادر بزرگ میدونستن که به اصطلاح بیدار هستن، تلفن زدن و تصور میکنم جز اول کسانی باشن که به هر حال مطلع شده باشن. عجبا که در همون موقع گفتن بیش از یکی دو نفری این در تلفات نداشت است، که بعدا من در اخبار دیدم همین بود، که در این باره هم بازم به درگاه عرضم به حضورتون باری تعالی تشکر میکنیم که این واقعه خیلی تلفات نداشت است و همون مسائلی بود است که حضرت عالی هم الان نشان میدادید خرابه هایی داشته است که
یک به کمک مردم حق پرست والا مقام، همینطور که میفرمیم والنتیر و خود به اصطلاح جوش، بسیار بسیار همکاری کردن. ضمناً همچون آقای قاضی‌زاده هاشمی هم وزیر بهداری دولت جمهوری اسلامی، خود شهر خریمان هستش، به همه جا عنایت دارن، خوب خصوصا هم به شهر خودشون بیشتر شنیدم فوق العاده بر حال امکانات ایجاد شده است. لکن این عرضم به حضورتون به درس قاطع میگویم، حرامیان بلندگو به دست وقتی هیچی پیدا نمی کنن، من از بعد یعنی شبکه های لعین مثل همون عرضم به حضورتون رادیوی اسرائیل رو عرض کنم، نمایندگانشون در اینجا شنیدن که خواستن که خیلی ایرادگیری بکنن، گفتن بیان شده که بعدی جا 8 ساعت بعد، واقعا جای تمسخر داره برای اینها که دیگه این بزرگترین ایرادیست که تونست بگیرید که بعد از 8 ساعت. آری در بعضی جاها حتی در همین امریکا به کرات دیده شده که ماها و سالها برای کمک رسانی های واقعی میمانند، ولی خب باید هم باقی بمانند. اینها هم خانهشان آباد که بعد از 8 ساعت برپار به همه جا رسیدند. و خوشخبری میدم آقای سربی عزیز که به حمدالله به خیر گذشت است، ولی پس لرزه زیاد داشته. همون موقع همین فرمودن که الان ما داریم اینجا لرزه میبینیم، اینطور بود که پس لرزه های فراوانی در روی 178 تا اینطور که من در اخبار شنیدم داشته است، بده خدا رو شد به خیر گذشته است. نهایتاً دوباره تشکر خودم رو به عنوان همدردی با همشهریانمون از حضرت عالی و دیگر دوستان تقدیم میکنم. و جناب آقای سربی، چون در چهارشنبه شما عنایت فرمودید و مسئله رو به بنده لفظاً محول کردید، اگر بسیط الیت هستن که این رو در جایی که میدانم پول رو قرار بدهن و به اون مؤسسه بگم آقا شما هزینه بکنید، اگر بسیط الیت یعنی دستم بازه برای این مسئله، به روی چشمه، مثلا نه نیازی هست شما حواله بکنید، همین که کلام حضرت عالی از هر سندی بالاتر هستش، به روی چشمم و در 150 دلار از سمت شما دو بزرگوار به اضافه دیگر مقادیری که به هر حال ذکری ازش نداریم، اینها رو به جایی که باید بریزیم بریزیم در راه خدا. اگر الان خیر العمل هر کسی میداند که چه میکند، این وظیفه را انجام میدن، مشروط بر این که الان شما فهمید آری یعنی بنده را معذور کنید اخلاقا و نفسن که من مجاز هستم که به مؤسسه‌ای که اعتقاد دارم، الحمدلله به همه جان اعتقاد داریم، حالا که به اونی که بیشتر کار میکنیم بنده معذور باشم، سمعن و طاعتن، برو چشمم انجام میده. ممنونم ممنونم قربان. بله قربان هستید. شما شیرازی ها آره نمیگن، میگن ها ها بر ها بر الهی زنده باش. بسیار چشم، من 150 دلار از جانب شما دو بزرگوار همانجا به هر حال حساب میکنیم به نرخ روز و به اونها پرداخت خواهیم کرد، انشاءالله به راه خیر برسد و دستگیر خودهاتون و خانواده هاتون باشه برای تمام افرادی که این کمک ها را میکنن. ولیکن آقای سربی عزیز، با این که من تایتل مسائلی رو که بخوام عرض بکنم همیشه یادداشت میکنم، نه اینی که بگم تازگی، خب همه که از افرادی که برحال در این کارها باشن باید تایتلش رو داشته باشیم چی میخوام بگیم، ولی فرمایشات خود حضرت عالی هم گاهی خودش تایتل میشه برای ما، یک عنوان میشه برای که صحبت بکنیم. الان اشاره میفرمودید که این عرض کنم که ثروتمندان گرفتاریشان بیشتره. خانم ها، آقایان، خواهران، برادران، والله شهد الله درست میگه سربی، نه اینی که بگم ایشون حرف تازه میزنه، یک واقعیت تاریخی دینی قومی نه همیشه گیست. در فقر آقای سربی امید نهفته است، یعنی یک فقیر، اونی که میگن فقر و فخری، فقر فخر منه، برای که در فقر امید نهفته است. همیشه یک نفر آدمه که ناداری داره، یعنی یک ناداشتنی داره، این امید دارد به دارا شدن آن. پس در فقر امید نهفته است، در غنای زیاده از حد وحشت وجود داره. از چی؟ از مبادا فقیر بشوند در این دارایی رو نداشته باشند.
آدم دارای زیاده از حد، چون میدونی شما در اسلام نمیتونه کسی دارای زیاده از حد باشه، چون اینقدر راه های حسن سوشال کردن و توزیع ثروت وجود داره که به اون مبالغ و به اون ارقامی که ایجاد استکبار و تکبر بکنه نمیذاره برسه. حالا اگر هم رسید، این شخص گرفتار ترس است، گرفتار وحشت است. و من برای این که قوت بیشتری به این فرمایش حضرت عالی و به عرض خودم داشته باشم، اجازه میخوام که اگرچه از سمت ملیح مرحوم عبدالباسط به علل تکنیکی محروم شدیم، خودم به هر حال یک چند آیی از سوره مبارکه حمزه رو بخوانم که تاییدی بر فرمایش شما، اگرچه اینها دعای دست من هستش و به هر حال از برم بلکه ملکه آیات کلام الله هستش، بهتره که بنده دقتم داشته باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه. وای بر آن کسانی که واقعا عرضم به حضورتون بدبینی میکنن و عیبجویی میکنن و بعد به تعاقب اون هم هرزدرائی میکنن، دهن پارگی میکنن، حرفهای زشت میزنن. ویلون لکل همزتن لمزه. حالا این ویل خودش چه حکایتی دارد بگذاریم. الذی جمع مالا و عدده. آن بدبخت کسی که ای مال جمع میکنه ای شماره میکنه. خوب حالا توجه بفرمایید چطور دارن تذکر میدن. مال جمع میکنن و هی شماره میکنن. یحسب ان ماله اخلده. این بیچاره گمانش میرسه که این مال زیادی رو مخلدش میکنه، اینو عمر باقیه بهش میده، اینو جاودانش میکنه. حالا ببینید چطور این به حساب توسوس شیطانی در این شخص شکل میگیره. کلا لینبذن فی الحطمه. این بیچاره نمیداند که در آتش قرار گرفته و خودش خبر نداره. آقای صوفی اگر من بیام به یک شخص متوسط الحالی مشابه حضرت عالی، البته متوسط الحال مالی ولی بسیار مستقنی از نظر روحی، بگم آقای 10,000 دار 5,000 دار من دیو دارم به من بدین، خیلی راحت میگی بابا مثلا یا ندارم یا اینقدر دارم یا مثلا فکر میکنه از صوفی. اگر همین جمله رو شما به یک مستکبر ماردار بگویید، این به راحتی شما نمیگه، آتش میگیره، میگه همه میخوان منو به اصطلاح عامیانه بدوشن، آتش در درون میشه. به همین دلیل خدا میفرماید کلا لیومزن نفر حتمه، اینا در آتش هستن. و ما ادراک من حتمه. بحث اینه که این بدبخته هستن نوع آتش را نمیفهمن، خیالشون مثل آتش فقط همینی که کوریاته. نه، این درون این بیچاره آتش میشه. آتش اینی که مبادا یک وقتی فقیر بشه این موقعیت نداشته باشه. آتش اینی که فکر میکنه مردم همه میخوان اینو بدوشنش، این بیچاره نار الله المقده، آتشی که خدا در درون اینها گذاشت. الذی تطلع علی الافئده. اون آتشی که در دل کافران و دشمنان خدا بیشتر قرار داده. انها علیه موسده فی امد ممدده، مثل یک آتش عمودی، مثل یک عمادی در دور اینها، این آتش اینها رو در بر گرفته است. مصداق باقی اینها همین کلب کبیر، همین رئیس جمهور. جناب سوری عزیز، من یادتون هستش میگفتن این مرد خواهد شد و بعد گفتن که امیدوار هم که بشود، چون گفت یخربونه بیوتکم به ایدیه، به دست خودشان خانه هاشون خراب بکنن. چنین جماعت و کشور مستکبری چنین رهبری باید داشته باشه که اگر شما ملاحظه بکنین این را همیشه توی سخنرانش دو سه نفر دارن، مثل که ما به در مسلمانی به مورد تلقین میدن، یک دو سه نفر ایبر اوبرش میشن، چون فعل حقیقت ایشان پرت و پلا میگه. اصلا در چهرش اگر شما نگاه بکنید آثار ندامت از گرفتن این کار در چهرش ظاهره. این زمانی که خودش رئیس امپراتوری عرض کنم که تجاری خودش بود، یک شخصی بود که با عمرش نکن یا نه نشنیده بود، در حالی که در اینجا آمده چپ و راست قاضی میگن نه، نماینده میگن نه، رئیس کجاش میگن نخیر بی صدا باش،
هلیکلیش نمیدونم توی سازمان ملل میگه اینجور، وزیر خارجش جای دیگه میگه اونجور، درست 180 درجه هست و خودش کشماکه. امروزه که نصب میکنه در ژانویه، در کیل ژانویه و نمیدونم فبروری و مارچ عزلش میکنه. این همان مصداق آتشیست که در این هست و به حمدالله یخربونهم بیوتکم به ایدیهم، به دست خودشان خانه هاشان خراب میشه. کلام خدا ما ازلا که دو بشود، باید اینطور باشد. جزای مستکبر عرض کنم که بیان شده است که چه خواهد بود. این یک به اصطلاح حاشیه‌ای در این که شما فرمودین من گفتم ایشون، آره به همین دلیل گفتن که در مجموع اینطور افراد، اینطور اشخاص، این کسانی که استکبار تا لایه‌های ذهن و زندگیشون رو گرفته، باید همینطور رهبرانی هم داشته باشه. چون من شخصا اجازه بود سیاسیشو بکنم، با قول آندری گرومیکو آقای سوربی، برای امریکا من پولیتیکال آیدنتیتی قائل نیستم، هویت سیاسی نداره. ایشون رو یک کلاه مخملی چاو تو جیب بذار اروپا میدونم، حالا چه کشوری چه جماعتی بگذاری، اینا کلاه مخملی هم. از جنگ دوم بی این طرف که چرچیل اینها رو کشوندشون توی کار و اون اصل مونروه رو شکوندن اینا که دخالت کنن در دنیا، شدن کلاه مخملی، هیچ چه دیگه نیستن. و لیکن استکبارشان زیاده. دوم مستکبر رو باید چید، به چه شکل؟ هر کسی به شکل خودش. به این دلیل هستش که من از این مواردی که این اندازه به هر حال پریشان رویی در این شخص میبینم خوشحالی میکنم و برحال میگم که این آتش داره وجود اینها رو میگیره. بگذاریم در مسئله اردم به حضورتون که تجدید پیشنهادی داشتم برای شبکوران شاهپرست که در این رابطه هم به شما عرض میکنم به چه دلیلی هستش. الان من چندین مرتبه هم کتبن و هم حضورم به دوستان گفتم که آقا مردم فقط انتقاد میکنن راه حل نمیدن، من هم انتقاد کردم هم راه حل دادم. خاطرتون هست جناب سوربی یک زمانی من گفتم که این آقا رضا پسر اون مرحوم حاج من رضای تفنگ فروش، ایشون عرضم به حضورتون که موقعیتی دارد، یک تعدادی شاهپرست وجود دارن، یک عده‌ای هستن که مثل پروانه گرد ایشون میچرخن، از ایشان میتوانن بگن آقا شما ها مثلا 500 هزار نفر شبکوه شاهپرست هستید، بیاید پول بذارید، میلیاردی دو میلیارد پول میشه، زمینی بخرن شکل ایرانش کنن، تاجی تختی 11 و 12 بیاد تاجشو بگذاره ایشون، تا دو بعد از دورم بیان ایشونه طواف کنن، بعدم باز بره دنبال عرض کنم کارهای روزمره و ایش و عشرت و مسکر. خب باز فرداشم همینطور. این راه هست آقایان شاهپرست، عزیزان من، گفتگوی ما با شماست. یک زمانی آقای سوربی من یادم هستش که آقای هستن همش همین اسمش از یادم میره، آریانپور به من هر همونی که 2 سال قبل یک ایمیلی داد، زمین یک دو کلمه که تشکر حضوری داشتش که به سواز گفتاری و صحبت ها چیزهای مرسوم، بعد گفتن چرا با بدون به اصطلاح اشاره به دیگران شما فرمایشاتون را صحبتاتون های افشارانی میکنیم. جناب آقای آریان پور اخلاق ندارن فی المجلس پاسخگویی کنن. حالا جوابتون رو میدم، هیچی در این دوره عرضم به حضورتون که مدیای فراوان و این کامیونیکیشن های که از اندازه اصلا خارج شده، کسی چیزی تازه نمیتونه به یکی دیگه منتقل کنه. یادتون باشه هر خبری که شما میشنوی بینید جلوته از فلان مثلا شبکه، از فلان فیسبوک و دیگر چیزها شنیدی. حتی آقای سوربی من خاطرم از 5-6 سال قبل در یکی از این حسابی علاقات مشهد زوش ما یک باقچه پدری داریم، در اونجا یک باقبانی بود، من یک صحبتی میکردشی در باره کشاورزی، نو گفتم این چه که گوگل که میفهمی.
خدا رو گواه میگیرم من این گوگل کن، یعنی صرف گوگل با فعل کردن رو از ایشون یاد گرفتم. گفتم یعنی چی؟ فکر کردم گوگل یه حدی چیزی داره میدنه. منم الان فکر کردم کامپیوتر آقا نداری. گفتم چرا؟ گفت بذار تو گوگل یاد میگیری میفهمی چیه. منم الان فکر کردم میگید گوگل کن میفهمی. همین میگم آقا ایشون باغبان بی سواد پیرمرد ده دشت مشهد ما بود. هیچ چیز تازه ما هم نداریم به هم بگیم. آقای آریانپور، مگر این که یک مباحثه معقول، یک دیالوگ داشته باشیم. یعنی بریم بشینیم بگیم آقا شما که میگین شاه شاه شاه، من یک سوال فقط از شما میکنم. شاه پرستان گرامی، شاه دوستان محترم، هرچی میخواید اسم بدیم به خودتون. آقای سوید یک لحظه من حضرت عالی رو مخاطب قرار میدم. خاطرتون هست جنگ دوم جهانی برندش در اروپا، یعنی در انگلستان منظورم، به رهبری چه کسی بود؟ چرچیل. این معروف بود. اصلا من یادم اون موقع بچه هم بودیم بگفتن از انگلیس که مونده چرچیل کله گنده. همه مردم دنیا اگر شما این میکروفونتون رو بگیریم پیش 100 نفر و بپرسید که آقا چه کسی واقعا باعث شدش که در اروپا بتونه پیروز بشه و این صحبت ها جنگ دوم با سیاست جوی حرفا، 95% چرا بگم 95 100% میگن آقا چرچیل در انگلستان، یعنی برای خود انگلیس میگم آقا چرچیل در انگلستان، در زمانی که آقای جورج ششم یعنی پدر همین خانم الیزابت پادشاه بود. اصلا نمیدونم پادشاه کی بوده اون موقع، شد الان خودشون هم جورج پنجم بوده، بابا جورج ششم بوده، ادوارد هشتم بوده. آقا زمانی که رضا خان شستی و آقا پسر ارزم به حضورتون شهبت رانه قمارباز کیفبازش اعلی حضرت همایونتون اومد تو کار، اینها قانون مشروطه بود. گفت بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آفت بر همه آفاق زد. زمانی که همه کارها رو شما محبل یک نفر آدمی میکنیم به نام رضا شستی، وقتی شما همه رو محبل میکنیم به آقا رضا تفنگ فروش، توجه کنیم تنها این نیست که اونها رو دنی خراب میکنیم، چون به قول انگلیس های مثالی دارن میگن وقتی میخوایی که تخریبش کنی خیلی دربارش مبالغه کن. نه تنها اونو خیتش کردین، خرابش کردین، روزگار یا به سرش آوردین که دیدیم نه قبر نه نمارده پدرش معلومه نه قبر خودش. من شنیدم که اصلا میگفتن اونا رو اخوان المسلمین ها کامل در نکاته چندن ریختن جورو دمید. حالا الوحدت علی رابی خدا میدونه انشالله دروخه، اصلا قبرشون هم معلوم نیست، این روزگار به سرشون اومد. خوب شما که این مسئله درباره اینها میفرمایید، آقایان شاه پرست توضیح بدین به من با عنوان یک فرد ایرانی سوال کننده که هزاران نفرم، چه ارتباط داشته به شاه؟ چرا شما حق خدمات وزرای فهمیده، همکاران عالی، اون زحمت کشانی که اون کارها رو انجام دادن همه رو از بین میبرین، همه رو فقط میکنی چی؟ به سمت رضا شاه و محمد رضا شاه. اولا جواب شما خیلی سایی اینه که غلط کردن کرده. اینها مشروطه رو تحویل گرفتن که از مشروطه انگلستان قوی تر بود. اگر نمیدونید بدونید انگلستان قانون اساسی نداره، بر مبنای پروتکل سنتی هزار سالشون رفتار میشه. اینها زمانی گرفتن که تمام اصول و بندهای همان مشروطه برقرار بود و زیر پا گذاشتن، به شاه مربوط نبود. جواب ما که خیلی معلومه، میگیم غلط کرد، چیده خودش که این قرار کرد، به اون مربوط نبوده. ولی شما بید پاسخ بدید، پس تیمورتاش که بود، داور که بود، زحمتکشان دیگر که بودن، قباب و سلطنه که بود. جناب سربی عزیز، علتی که این اندازه وطن فروش در بین قوم ایرانی پیدا میشه به همین دلیله. من حق میدم، چون میبینن هر عملی که انجام بدن میگن شاه، اعلی حضرت کاری کردن، اعلی حضرت کاری کردن، عیالش اون کار رو کرد، غلط کردن کردن. ما آقا کاملا یادمونه جز شهوت رانی، جز کیف و کول کردن کار دیگه نمی کردن اینا. حالا آقای میان میشن هی بخ میگیرن،
هی استخونه نه تو قبر ناشناخته در میارن یه آقای همین این اون هی عکسه 20 سالگیش این یارو فرح رو نشونه این آقا خجالت بکشید. آقای آریان پور، ما می توانیم دیالوگ داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم. بنابراین شما که فرمودید چرا بدون اشاره به دیگران، من میخوام بگم تنها رسالتمون اشاره و گفتار به دیگرانه. اگر این که توی فیسبوک و میسبوک و اخبار چیز در بیاریم بدیم جناب سرگه مهربان بخانه یا که این که آقا کار نشد. آقای آریان پور عزیز، ما آمدیم که در مقابل افراد ذلیل و زالده مشابه کل این تلویزیون ملحد بدکاره مسئول و مأمور افراد و کشورهای به خصوصی که دروغ پردازی و لجن پراکنی از دهان خودشون زیادی میکنن، یک صدای مختصری در یک نوشته‌ای، در یک تلویزیون متینی، در یک جای داشته باشیم. هیچ کار دیگر و رسالت دیگری برای خودمون نمیبینیم. آقای سربی، خدا پدر و مادرتو بیامرزه، عمر بده، خدا حفظتون بکنه، ممنون. برای همون 50 دلار 100 دلار گونا داده بره، این رو یک احساس نشان دادی نسبت به وطنه. یک آدم بی انصاف، یک آدم کج سلیقه، یک آدم بی مروت، که من بیشتر از این با توجه به سنش صفت نمیدم به ایشون، به نام آقای سیاوش آذری، چند شب قبل همینطوری من رد می شدم در تلویزیون نگاه کردم، دیدم درباره مشهد داره خبری می خواد. او 5 میلیون در ایام عید مسافر رفته است به مشهد، حالا داره می خواد. بلافاصله بعد از این لجن پراکنی، شیطنت زاد، آقا فقر روزگارت گرفته بترس، خب یزوبونت عذاب به ما کنتم یکسبون، به کارهایی که کردین دارین زائقه میکنین عذاب رو، خجالت بکشید. آقا بلافاصله برمیداره میگه 5 میلیون نفر رفتن برای شهوترانی، برای خیلی عذر میخوام فاحشه بازی در جوان اونجا. شما رو به خدا ببینید آقای سربی، عوض اینی که بگن آقا 5 میلیون توی شهر رفتن، هتل برقرار بوده، برق برقرار بوده، آب برقرار بوده، متانت برقرار بوده، زندگی کردن، کیف کردن، بلا فاصله این حرف میگیرن. ببینید شیطنت و خباست حضرت عالی آقای سربی، ببینید با آقای آریان نشاد، آریان پور بشنوه اینو، اینها آقا شیطنت به چه اندازه، خباست به چه حدی، غلط کردید شما ایران رو دوست داشته باشید. پفخ اضافی میل میفرمایید که شما برمیدارید میگید نمیدونم ما وطن رو دوست داریم، دروغ میگی. شماها به اطفاء شهوات زمان شاه معتاد شدین، بیچارگان هنوزم مبتلایی، سر به سجده الله نگذاشتید که بدونید انسان در مقابل یک نفر باید فقط و فقط اندکشه به خاک به مال، بینیشه به خاک به مال، و کوچک کنه خودشه، هی به مال و احساس حقارت کنه، اون هم فقط درگاه اللهه. خاک بر سرتون که شما معتاد شدید به شهوت و شهوترانی و دروغگویی و حرامخوری و حرامزادگی اون طاغوت، و حالا میشینید اینجا به زوار امام هشتم میگین رفتم فاحشه، خاک بر سرتون. به ایشون گفتم مگر شما که با عیالت میخوابید بیچاره عیالت نمیفهمم که چرا آقا خیلی قلمبه صحبت میکنم؟ گفتم بزنت برای که خواستم احترامت کنم. شما وقتی با ایشون مجامعت میکنی میخوابی، مگر دخترتو عروس میکنی داماد میگیری انشاءالله به راه حلال، مگر اینها جرم کردن؟ گفت نه خیر. گفتم آقا جون من عزیز من، پس همین است، اونها هم طبق رسوم این کار میکنن. گل در دهان شما باد که به ارکان شریفه اسلام این معانی رو میگیم. آقا شما فحشا میخواین، آزادی میخواین، خب اینجا که هستش دیگه. یارو ما تو خونه طرف نشسته بودیم به احترام ما شرب و مسکر را جمع کرده بودن، نشسته بودیم یه روب نبودشته بودیم یه یاردانگول جمال خوش جمال یک مرد نرقولی با عیالش آمد، ای کاش هیچ نمیگو، ما فکر میکنیم بچه خوار یارو زن هست، برادر زن هست، چیزی
این مرد خبیس و صاحب خانه که از اونجا دوستی رو قطع کردیم راحت گفت آقا مثلا منوچه از دوستان عزیز خانوادگی راست رفتن طبقه بالا این زن با این مرد. خدا مرگتون بده، شما فحشا زیر دماغتونه. بعد به کسی که میره در مشهد پذیرایی میشه، زیارت میکنه، این لقب رو میدین؟ آری آقای آریانپور، آریانپور هم میده نه؟ بله. من اگر در نزدیکی اینجور افراد باشن یک زیر گوشی میذارم، تاوان قانونیش هم میدم. یعنی اگر دستبند میخوان بزنن، اگر کلانتر میخوان ببرن، اگر جریمه میخوان بکنن. وظیفه انسان این آقا، انسان به عقیده و جهاد در عقیده انسانه، اگر نه ازل من البهائمه که از بهائم و چارپا پستنه. من اگر رسالتی برای خودم احساس بکنم این هستش که در مقابل این لجن پراکنی ها اصول عمل نشان بدیم، هیچی دیگه نداریم بگیم، صحبتی نداریم. که من بعد در چهار تا چیزی رو از روی نمیدارم، اخبار و فیسبوک و چکبوک و یه حرفا بردارم بذارم اونجا که این کار نشد، قربان که شما اون ارشاد رو به منده فرمودید. و من آقای سربی عزیز خیلی متاسف هستم که از عزیزان ایرانی در اینجا سکوت میکنن در مقابل این ملائین. آقا چهار نفری که شما اعتقاداتی دارید به زبان عادی خودتون به شبکه CNN زورتون نمیرسه، به شبکه های خیلی سنگین و پول نمیدونم خواه زورتون نمیرسه. سربی که حاضر اینجا، آقا بیاید بیان بکنید که این افراد وطن ناپرست، نوکر اجنبی، توی این همین تلویزیون ایران آریایی من میبینم یک مفسری داره که شده ارباب اون میتی بدبخت و چهار نفر دیگه مثل اون، که اصلا ننگ دارم اسمشو ببرم، در یک به اصطلاح جمله بیان میکنم. زمانی که آقای سربی عزیز اون منصور لعنه الله به خودصدری که کشتنش، این مرد وزارت فرهنگ با آموزش پرورش تبدیل کرده بود، مشهد مسخرش میکردم. یک آقای بهروشی بود، ایشون جمال پرست بود، یعنی تمایلی داشت به خوشخطان. یک مردی هم که اصلا حزب اونا آمده بود توی کارو خیلی جوان بود و خوشخط و خال بود، اونم اسمش رادمنش بود. مشهدی ها یعنی فرهنگی ها مثالی کرده بودن، میگفتن حاج آقای بهروش جمال پرست. آقای بهروش دم اداره آموزش و پرورش به رادمنش گفته بگی بذار درش، استغفر الله، فرحال ایرادی نداره، گاهی ما باید حرفی بزنیم. یک چنون آدمی که از قدیم گفتن چه کارش بکنن، این آمده شده مفسر برای اربابان خودش در امریکا و در یک کشور دیگه. وقتی میخواد اسم ببره چهار تا آقا و محترم میاره، به معنی که به رهبران کشورهای دیگری برسد مثل اروپایی کشورهای دیگه، به زور اسمشون هم میبره. بعد اون وقت آقای آریانپور میل داریم در این مقولات، در این مسائل، یک فردی که به هر حال احساس وطنیت، حالا به وطن هم من زیاد چی ندارم، گفته آشنایی نه به قرب نسب از قرب ارباب ادب از ادب است. آقا ما افرادی هستیم با فرهنگ جاودانه خودمون، فرهنگ حاکم بر ایران 1500 ساله، فرهنگ اسلامی است به اضافه همه تاریخی که داریم. ما از دیدگاه تفکرات به هم میشیم هموطن و دوست عزیز، اگر نه اینی که لله المشرق و المغرب، مشرق و مغرب مال خداست. مثلا اعتنا نداریم تو کانادا یا تو زیمبابوه یا تو ایران هم عقیده خودم رو سربی مقداری بنده احساس هم عقیدگی میکنم، چون کشم هستم. اون خبیثان، اون شیطان های والله، شیطان چی داره به اینها بیشرفانی که در اونجا. آقای سربی من اصلا یادم میاد واقعا وقت این خرمعرکه رو میبینم، یادم از داستان بچگی که میگفتن خره خراتی میکرد، تره نمیدونم اصف اتصالی میکرد، نمیدونم میمونه چی میگن رقاصی میکرد، شهر قصه بود،
اسمش آن شهر قصه از اون گرفته. آیا نم داستان زمانی که ما مثلا 10 ساله 8 ساله بود شهر قصه ای نبود اصلا. اصلا این داستان فولکلور معروف ما در مشهد خیلی میشنیدیم، تنبکی میزدن دوی حرفا و خره خدراتی میکرد و اصلاحی میکردن شهر مقاسی نوی کار نداریم. رقاصه آمده شده مفسر سیاسی و بوزینه بیزمال نمیدونم حاج منرضای تفنگ فروش اومده نشسته اینجا شده مرشد ما، رای بدین رای ندین. واقعا من نمیدونم اینا از کلامانی آکوف یاد گرفتن، خیالشون سه دموکراسی که گفتن که اولا خاک بر سر این دموکراسی. اصلا من این دموکراسی ها رو به این آقای آریانپور همونی هست که میگن بیاییم و با هم صحبت کنیم تا به شما نشان بدن ثابت بکنیم همه با هم که این حرفا همش مفته. این تسلط غرب زمانی که خواست به سمت شرق انجام بدهد این کارا رو کرد. 80 سال پیش آقای سوربی میفرستادن این جوانه شعبت پرست و شعبت را به یک کشورهای خارجی رفت، یکم عرض کنم که دلار و مولار رو نمیدونم فرانک و حرفا مینداخت، میدونم شما دوستان دختر هیچی اینجا میامدن برای ما سوغات لیلی برگ چغندر میآوردن که دکارت خوب فلسفه دکارت چه بابا. این شکاکی بود و خیلی شک کرد و بعد یک دفعه گفت شوپان سوی اصلا به وجود خود شک کرد. بعد یک دفعه جمله معروفش را گفت. خب آقا جمله معروف جوی شوپان سوی من فکر من پس من وجود دارم. خواهد بر سرتون شما اطلاعات ندارید. فلسفه شکاکی ایران 900 سال پیش رو بخوانید. پیرون شکاک 600 سال قبل بالاتر از دکارت بود، فقط چون خواست در سر لوحه به حساب کارش غرب ستمکار گذاشت تسلط فرهنگی و فکری اینها همه راه برد اوناست. اگر نه یک کسی که عوامل ملا محسن را در جامع المقدمات خونده باشد، یک طلبه دو ساله را بنده بر بزرگترین فلاسفه غرب نشان دادن که ترجیح داره. هیچ چیزی نیستن این آقا، بزرگ نکنیم، قدری به خود خودمون برگردیم. جناب آقای آریانپور بنده از حضور حضرت عالی استدعا میکنم که شما هم ضمن مقالاتی که میدین نظرات انتقادی و ارشادی خودتون رو بفرمید، درست عکس اونی که به من فرمودید حرفی میخوای بزنی اشاره به دیگری نکن، اشاره کنید آقا. و دبت او فتح ادب برها این رو من درباره اردن بزرگتون شبکوران شاه پرست خواستم بگم. آرزوی سلامتی و دعا میکنم برای همه وطنخواهان واقعی منصفین عالی و لعن دائم میفرستیم بر این نوکران عرض کنم که صهیونیسم و اردن بزرگتون کاپیتالیسم جهانی که علن و در خفا اینها جز تخریب جز خرابکاری درباره ملت نجیب شرق غلط دیگری نمی کنن. و اما جناب آقای سوربی حضرت عالی فرمودید در همون گفتارهای جلسات قبل درباره حق و واقع من یک دفعه توضیح دادم در خدمت حضرت عالی که حق و واقع واقعی که خب مشخص همونطور که فرمودید و اکثرا هم می دانن ازا بقید و واقع هرچی که واقع بشود واقع احسنی رخداد است. رخداد دیگه توضیح نداره، مفهوم اولی است. رخداد یعنی هر چی که رخداد. حقیقت رو من عرض کردم، نه هر کسی به میل خودش تعریف کند. حقیقت اسم حقه. وقتی شما حق بفهمیدید حقیقت به دنبالش خواهد آمد. وقتی ما میگیم حق، حق تعریف شده است. از 4000 سال قبل درباره حق صحبت میکنه تا اله حال. نیچه میگه حق در زور تبلور پیدا میکنه، اصلا زور مولد حق. بیسمارک میگه حق از دانه توپ در میاد، یعنی هرچی توپ کالیبرش بیشتر باشه یعنی همون فلسفه نیچه، قدرتی بیشتر باشه حق بیشتر داره. هر فیلسوفی، هر به حساب صاحب معرفت قابل قبولی حق رو جوری تعریف کرد. ما هم به عالم خودمون که تمام مأخذ فکری انسان از آیات کریم است میگیم آقا ما در قرآن داریم الحق و من ربک، حق از سوی خدا میاد. اینش یکی دنبالش مهمه. و لا تکونه نمن الممترین، اصلا تردید نکنید در این. خب حالا یکی من گفت آقای افشارها فرض کن ماشین سوربی و ماشین افشار تصادف میشه سر چهارراه،
یعنی که چیکار داشتن؟ شما میگی حق از اون. گفتم خیلی خوب، آن کسی که اینو میگه دنبال هاشم میدونه. میگن اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، خدا را اطاعت کن همه میدونن، رسول را اطاعت کن همه میدونن. این اولو الامر هاشون یعنی در جایی که شما دارید زندگی میکنید حکومت حاکمه بر آن اولو الامر است. بنده دارم در امریکا زندگی میکنم، ماشینم با آقای سوربی تصادف میکنه، هر کسی یک گمان و یک حرفی میزنه برای خودش، رایگان خودش باد بینندگان. این حکومت، این اولوالامر آقاجون یک کسی دارد به نام متخصص پلیس راهنمایی، میاد نگاه میکنه اونجا، بعد میگه آقا این تفسیر افشاری که زده به ماشین آقا سوربی حق ظاهر شد، این شد حقیقت، الحق من ربک، این شد حق. حالا میگه پر همونجا هست این پلیس میگه آقا اگر شما ادعای دارید باید بریم به یک جای دیگری که باید با ادله بیشتر اونها حق را عیان کنند، اگر نه شما تانجبلی چیزی به عنوان حقیقت ندارید. حق و حقیقت، کتاب اوپانیشاد هندی، کتاب تقدس مقدس، میگه حقیقت در ته یک جای بی پایان است، هر چه بری نمیرسی. در کجا میتونن تعیینش بکنن؟ به همین طریقه گفتن. این درباره اون حق و حقیقتی که فرمودید. درباره وظیفه و خدمتم چون دیدن چند باری صحبت شده، بنده اطلاعات به عرض میرسانم، قضاوت با دوستان. جناب آقای سوربی، وظیفه بعضا بدون پول انجام میشود و خیلی هم میشود. در دین میگوین امر به معروف نهی عن منکر وظیفه است. خب در همین کارهای اجتماعی ما نمیستن کامیونیتی واچ، یعنی اگر شما دیدید کسی زباله انداخت وسط خیابون، شما اگر دیدید یک مسکری داره، یک آدم لاعبادی داره بار پیش میره، یک جور خطرآمیزی رانندگی، میگن وظیفه اجتماعیتون این هستش که به پلیس خبر بدید. ببینید در مقابل این وظیفه پولی نخوابیده. خب اینه داشته باشید، وظیفه دینی هست، وظیفه اخلاقی هست، وظیفه اجتماعی هست، غیر ذالک. اما خدمت مطمئنن باید پول در ازایش داده بشه. حتی اگر ملاحظه بکنیم میگن خدمت وظیفه. خدمت وظیفه یعنی آن چیزی که باید داراش پول در، یعنی خدمت وظیفه، خدمت رایگان. احساس کنی؟ نه. این یعنی خدمت رایگان. و هیچ خدمتکار و خدمتگزار رایگانی در دنیا شما نمیتونید معرفی کنید، ولی موظفین رایگان بسیارند. عرض کردم به شما وظیفه شرعی، وظیفه اخلاقی، وظیفه قانونی، غیر ذالک. بنابراین مطمئن باشید که اگر من غرضم از این باشد که بار مالی به یک کاری میگیره، خدمت 100% در ازای پول است، ولیکن وظیفه بعضا با پول است، اگر نه عمدتا به کارهای رایگان اطلاق میشه. مسئله بعدی درباره فراماسون بود. بنده به شما عرض کردم، یعنی خدمتتون مثلا صحبت کردم که آقا اینها در مجموع هر دست پربده یک مکتبی هستن. فراماسون فرس نمی کنه به اینها، معتادشون میکنه، عادتشون داده. کسی که میخوادی که تریاکی کنه دو بار سه بار ده بار اون کار رو انجام میده که بعد خود به خود رو تریاکی شده. کسی که فراماسون هستش مشابه آقای شریف امامی که بزرگترین رازدار و دانشمند علوم سیاسی ایران بود در نیم قرن گذشته، نداشتی مثل این مرد. با توده ای بود چون کامبخش که اگر بالاتر از کیارونی نبود، با این تن نبود، یا برادر زنش بود، شوهر خالش، دقیق نمیدونم، یادم نمیاد. با علمای دینی کاملا آمیخته بود، رسبر و به اسلام مستر بزرگترین لوژ ایران بود. یک دنیایی بود، نیم کلام حرف نزد، نیم کلام هم ننوشت، جمشید آموزگار آتزا و خیلی های دیگر، شوکت الملک علم، پدر مرحوم علم، اینا آقا 8-10 تا کاتب همیشه دور و برشون بودن. فکر نکن اینا اگر میخواستن چیزی ننویسن نمیتونستن بنویسن، نمیتونستن بنویسن. برای
ادعای انتصاب رضا شستی پدر محمد رضا تفنگ فروش برای سلطنت و نسب مرحوم شوکت الملک علم پدر آقای علم در توی مجلس عوام انگلستان دست بوده به دلائلی بعد اون آقای رضا شاه رو کردن رضا شاه بگذاریم یک کلمه شما شوکت الملک علم چیزی نمیبینید اگر آقای اردشیر زاهدی میگه من میگم به راحتی میتونم بگم آقای فرماسیون نیستش دیگه برای که خودش اصلا داره نشان میگه شرایط اصلیه شونی هست و خیلی حتی در همین دوران اخیره که پوتن میکنن میلیون ها چیز میدونن یک کلام بروز نمیدن این درباره اون رمز و رازی که من به شما عرض کردم فورس نمی کنن ولی تربیت شده هستن یک ساعت شما بایشون هر زمین در یک موردی و بعد میبینین اینها بعد از اون زدن تو جاده خاکی رفتن مثلا توی مسئله دیگه این بحثی داره که اگر وقت لازم باشه انشاءالله بیشتر دربارش صحبت داشته باشیم و اما مسئله دیگری که میخواستم عرض بکنم مسئله تقدس و مقدس بودنه آقای سربی من یادم شدن الان حضور ذهن ندارم دسترسی به کتابخانم نداشتم که بتونم نگاه بکنم یکی از همین فلاسفه غرب هست که خیلی هم معروف هست این مدعی هست سر تو ذهنم میاد ولی دقیق نمیتونم بگم میگه هیچ چیز مقدس نیست من چند دفعه دیدم حضرت عالی هم فرمودید با نهایت تواضع به خدمت حضرت عالی عرض میکنم گمانم میرسد که علت این قضاوت این هستش که معنای مقدس و تقدس رو نمیدونیم به نظر من 180 درجه عکسیم همه چیز مقدسه بنده وقتی میخوام بشینم اینجا صحبت بکنم به احترام و تقدس ساحت مقدس بینندگان و شنوندگان و تلویزیون مجبور هستم از لباس خانه خودم رو عاری کنم لباس رسمی تری بپوشم آمدم به منزل آقای سربی خواستم یک چایی ایشون مهمانم بکنن اگر میدونم ایشون اقامه صلات میکنه خودش رو اهل و عیالش رو اون فرش سجاده خاصه ندارن محیط مقدسی زندگی ایشون باید کفشم رو درارم باید مقدس آقا وقتی یکی داره صحبت میکنه تقدس و اون مجلس ایجاب میکنه که ما و آقای سربوی دیگر شنوندگان بشینیم اون آقا صحبت شده همه چیز مقدس است خدا لعنت کند اون فیلسوفه که من در میارم اسمش بر خدمتون عرض میکنم که گفت هیچی ما آقا اونها همه مسکرند اینها همه لاتند والله به خدا بیایید بخوانید شرایط اینها رو ببینید از کجاها اینها میان یک دونه به دلیلی کلاس میدن با چهار تا صندلی میگن این شد کرسی حالا میدیم بالا تمامی اینها رو وقتی شما نگاه بکنید سوابق عجیب و غریب دارن من یادم نمیره در همین زمان آقای خاتمی بود یک مشکی لاعبالی هایی که اسم اصلاح طلب گذاشته بودن گنج بود نمیدونم یا رو چی اسمش عباس میلانی بود یه آدم هایی نمه حتی آقای سروش که من برای به دلیل براش احترام قائل هم این بدبختم دست مسک اونا شده بود آقای عبتهی حتی به لباس مقدسه روحانی اینا آقا یک مشکی از این فلاسفه مسکر خورده یه الوات دائم الخمره آورده بودن تو ایران می آوردن تو ایران اون به اصطلاح تیموتی گارتنش استراتیجیست اینتلیجنس سرویس انگلستان معروفه جان کین که عکسم با عبدالکریم سروش داره جان ایک اینا را آوردن عرضم بود از همه اینا بدتر یورگن هابرماس فیلسوف مسکر خورده آلمانی داد یک آدم بدگلی زشتی که اگر بیر حالتون به هم میخوره این آقا تئوری و پایه‌گذار تئوری نافرمانی های مدنی بود که بعد 40 سال آقا رضا کوچولی یاد گرفته فلسفه را تو زربرق در آورده که نافرمانی مدنی آقا اینا چرته اینا حرف مفته اینها مسائلی است که غرب خورد شما داده توجه داشته باشن اون کسی هم که میگوید آقا تقدی چی مقدس نیست همه چیز دوستان مقدس است یعنی همه چیز حریم خودش رو داره اگر ما معنی تقدس و مقدس بودن رو بفهمیم بد میدانیم چرا
توی کلیسا هم که میرین حرمت خودشو داره، یعنی آیین خودش را داره. حالا اگری که خوشش میآید تنبک بزند در داخل اونجا غیر کمر بده، نمیفهمم والله. خب ما لغت رو به نابجا خیلی به کار میبریم. میگن عرض کنم که ستار خواننده یه چیز سنگین. مکرر من گفتم آقای خواننده سبک به ما نشون بدی، چون مسائل در قیاس مشخص میشه. البته قیاس حرام است در اسلام، چون اول قیاس کننده شیطان ابلیس بود. گفت وقتی خدا سوال کرد چرا تو اطاعت نکردی، گفت انا خیر من، من از او بهترم. خلقتنی من نار، خلقتم اوفن دین، ما را از آتش را بدیان، آتش از خاک بالاتر بره. قیاس غلطه، ولی من این قیاس رو میکنم. آقا شما به بنده یک دانه مطرب، یک دانه خواننده سبک نشون بدیم. بنابراین اطلاق لفظ سنگین بی ربطه به علت اینی که با سبک سنگینی رو اگر متدین است دست دیگری است، اگر نه سنگینی نداره. وقتی که این نفر تو گردن گرد زورخانه، این تو زورخانه است، ایشون تو باب همین قنا و خواندن و ارزم موضوع درب و مطربی و عشق و حالا خیالات است. این چه معنی داره؟ سنگین چی؟ سبک است. درست مثل همینی که یارو تکبر و اوچ و همه رو یکسان به کار میبره. نه آقا، هر چیزی معنی خاص خودشو داره. اوچ خود بزرگ بینی در درون خود آدمه. ها بروزش ندادی، شما معجبی، اوچ داری، مراتبم داره. من عجب به جماله، من عجب به کماله، من عجب به علمه. یک کسی به خودش اوج میکنه، من بهترین گوینده، اوج میکنه من بهترین فلانه. تا بروز ندادی معجبی. بله، اول گناه متکبر تچ من عرض عجبه به ناس. کسی که ارزمی داره این عجبشو. چرا میگیم ترا مستکبره؟ برای که من ارزمی کنم. یک آدم معجب ممکنه خیلی هم متواضع باشه. به عبارت ریاضی، به عبارت ساده تر، هر متکبری معجب هست، هر معجبی لزوما متکبر نیست. اما اینا فقه و لغه است، اینا در بحث لغت میاد. در عنوان عمومی افراد حق دارن بگن آقا این بابا سبکه، این بابا سنگینه، ولی اگر قدری اندیشه بکنیم خیر. صفات ناشناخته ندیم به افراد. همه چیز مقدس است، یعنی به اندازه خودش حریم داره. هیچ چیز غیر مقدسی وجود نداره، فقط کافی ما مقدس رو بفهمیم، یعنی حفظ حریم، رعایت احوال موقعیت، شأن طرف، شأن جا و مکان، اینا. حالا اگر معتقد هستیم که در موقعی که مجلس عزا هست تنبک بگیریم برقصیم، و در موقعی که طرب هست بشینیم های های گریه کنیم و عرض کنم ذکریات بگیم، اون بحث دیگری نیست. بنده یادم میاد خدا بیامرزه رفتگان همه رو، شما رو آقای سوری مرحوم پدر بزرگ بنده، یک وقتی که اون دایمون به اصطلاح ازدواج میکرد و یه حرفا، دو سه شب جشن گرفتن اینها. اون حاجب پدر بزرگ تسبیح مینداخت زمانی که یک پری خماری بود در مشهد دعوت گرفته بودن، که ایشان میرخصید مطربه بود. یک نفر گفت حاج آقا اینجا هم ذکر میگیم. گفت نه خیر، من دارم با این تسبیح تعداد غیر اینه میندازم میشورم. آقا توجه کنی، جا به جا تنعبدو، اصطلاح غلطی که بکاره، جا به جا تنعبدو. هر چیزی تقدس خودشو داره، حرمت خودشو داره. افتخار میکنم به اینی که رعایت بکنم. با ایشون چی جور صحبت کنم؟ با ایشون به یک جور به طرف بزنم؟ با اونی که تقدس شد اونجور؟ با آن ملائین شیاطین هم باید گفتم اگر دم دستم باشه یا اصلاف یک دو گوشی میدارم تو اون دهن کثیفش، بعدم جرم قانونیشو میدم که ما قاعد چی میفرمین آقای قاضی اطاعت میکنم. توهین نکنید به مردم، خیلی مسئله مهمیه. عقیده سیاسی دارید، اهلا و سهلا. نظریه عرض کنم که فلسفی دارید، اهلا و سهلا. توهین موقوف. شما حالا به اونجا صحبت میکنید، ما در همین تلویزیون عرض کنم که محدود محترم به اعتقاد دارم که این عبید کسی نیست. بعد بختان بیچارهی که میگی تا 29 ژانویه میبندیم، بعد یک چک
مثل لقمه ارز کنن طرف کلب بهتون میدن از در کشوری بعد میروی پا میگین ها رسید مردم دادن. خدا همه با انشاءالله به راه راست و خیر گدایت بکنه. چقدر دیگه وقت داریم؟ داریم اصلا یا نامه کاش که امروز 2 ساعت وقت داشتیم من با شما صحبت میکردم قبل از اینکه سفر برین، ولی یه قولی میخوام ازتون بگیرم وقتی رفتید سفر و آمدید به سلامتی برنامه بذاریم وقتش هم بیشتر باشه. اولا اون راجع به اینکه هیچ کس یا هیچ چیز مقدس نیست، فکر کنم اسمش کارول لامبارد و فردریک مارک برک بوده، این دوتا یه کتابی نوشتن بیاره یادم بیاد دقیقا، ولی معروفتر از این اینی که هیچ چیز این شد کتابه. ولی ما فیلسوفی داریم که یادم هستش که میگه هیچ چیز مقدس نیست که خدا انشاءالله خاک در دهانش بده. اون مبریک نبوده، مبریک فلسفه یه هم چیز. anyway بذارید چون دوستی تماس گرفته در رابطه با مشهد، روی فیسبوک هم نوشته که ولی در مشهد فاحش خانه است. اجازه بدید من یه سوال از ایشون بکنم. من پاسخ نه اینو بفرمایید به من اجازه بدین آقای چون اینو مطرح کردم من همینجا صحبت بکنم. من از شما سوال میکنم. من پارسال رفتم هلند، یکی از جاهای دیدنیش که شما پیاده میشی از قطار بهت میگن برو رد لایت. من با همسرم بودم رفتیم خیابان رد لایت چرخیدیم، فاحشه های بدبخت تنفروش وایسادن پشت چراغ قرمز مثل ویترین. این دوستمون خانم یا آقا اونو چی میگن؟ یه دوستی گفت که الان تو چیزا می‌نویسن که رأی ندهید چون اگر رأی بدهید در جنایات حکومت شریک هستید. آقا شما که رأی میدید در کانادا، بنده که رأی میدم در آمریکا، در جنایات جورج بوش، دونالد ترامپ، اوباما یا کانادا در جنایات نمیدونم کوین و این شریک هستیم؟ آقا من میرم رأی میدم که این فلانی بیاد این آشغالای خونه ما رو به موقع بردارن، مدرسه بودجش اینجوری باشه بچه ها بعد از مدرسه وقت داشته باشه. من نمیدونم این ملت ایران چرا اینجوری شدن. یا شما... نه ملت ایران نگین اینا اسم خاص دارن، این خبیثان بدبخت قرق در ایتوتیشتهای زودگذر مسخره. من تا خوشحالم که اینها این قضاوت ها رو میکنن چون همه اغلا میخندن بهشون. این بیچاره فاحشه رو نمیفهمه. آقا اینها تمام عقد و صیغه و عرض کنم چیزی جا مگر این که این حرامیان همون زنی هم که دارن یا دختر هم که عروس میکنن بدون مسائل شرعی باشه. اینها زر زیادی میدن، این اصلا مفهوم آقا این مسئله رو میدونن. بسیار کار زیبایی است. بنده به عنوان یک مسلمان میگم اگر قرار هست کسی با کسی هم خوابی کند که قرار هم هست، نیاز بشری است، این رو خدا کانالیزه کرده. آقا دائمش اینجور، موقتش اونجور، خاک بر سرتون که خلاف این رو که به صورت اسمشو میذارید آزادی دست زنتو بگیره بره به بالا، این رو فاحشه نمیدانی و آن را میدانی. اینها دیگه آقای سربی معذرت میخوام ازتون عرض کنم که زرزرهای زیادی است. بگذارید جمله رو به کار ببریم که میگن اونم که نوشتن دیگه اصلا به این نوشته های فیسبوک و میسبوک اونم که اصلا محل نگذارید. عرض کردم در شأن چشم آدم هم نیست که حتی اینها رو ببینید. اجازه بدید یادی کنیم از آقای حسن اجلالی، خدا حفظشون. بله ایشون هم بارها میگفت که من روزی نمیدونم اینقدر دعا میکنم که ترامپ بیاد سر کار. یه دفعه وقت داشتم باهاش نشستم صحبت کردم، گفتم آقای اجلالی شما چرا؟ گفت آقای سربی میخوام این چیز دروغی که تو دنیا گفته شده حقیقتش بیاد بیرون، بفهمن مردم که آمریکا اینه و الی آخر. شما درباره قرائت قرآن و اون مشکلی که با یوتیوب و اینها داشتیم گفتید. اجازه بدید من اینجا به همشهری عزیزم که پیام گذاشته، من اون پیامو برای شما میفرستم که به آقای افشارها پیشنهاد کنید، به آقای مصطفی زاده پیشنهاد کنید، به آقای نمیدونم فلان پیشنهاد کنید این چیزا رو بذاره. دوست عزیز آقای افشارها از اول برنامه تا حالا شماره تلفنش 905 737 51 58، ایمیلش info@kaveacademy.com. ما کی میخوایم یاد بگیریم که مستقیم با ایشون تماس بگیریم،
پیشنهادمون رو انجام بدیم، شاید اینجوری قبول کنه. ولی خب وقتی ایشون برای من نوشته، این دوست ما قرار بوده بیاد روزی 5 دقیقه اخبار بگه، حالا بله. کاری که نکرده هیچی برای من تکلیف تعیین میکنه، یا به قول شما بدونی که به پولی به من بده، به من میگه برو این وظیفه رو انجام بده. آقا به من چه که به آقای افشارها بگم برای برنامه اوپنینگ چی بذار؟ آقا متین میفرمایید. بله بله و یه چیز دیگه آقای مصطفی زاده هم ذکر خیرشون شد، خاطرم آمد این مسئله رو فراموش کرده بودم که به همین افراد وطن فروش، افراد بی معرفت، افراد ناآشنا بهشون بگیم اگر کسی رو بکنن در منزلی اتاق درارن ببندن چیزی نگذارن برسه چه میکنن. ایشون میگم آفرین و صد آفرین که با تمام درهای بسته باز هم ملت رو نگذاشن از قحطی هلاک بشوند. توجه کنین که چه به روز مملکتتون آوردن، فراریانه دگزماله ارز کنن تشکیلات طاغوت. یادتون باشه مردم واقعی ایران تشکر خودشون از ملت ایران دارن. بسیار مهم. این عیاشانی هم که در اینجا هستن آقای سربی عزیز، به خودشان ما بگذاریم بهتر است تا این که بخواد وقت علما و ارز کنن که با معرفتهای جهان رو مثل حضرت عالی و دیگران رو بخوان بگیرن. اجازه بدید من آخرین نکترم به شما بگم، چون شما چند بار لطف کردید و تلویزیون مردم رو تعریف کردید، از من تعریف کردید، من ضمن تشکر از شما برای دوستانی که فکر میکنند تلویزیون های نجات پرست احمقی مثل ایرانیان آریایی، آقا از اسمش نداریم. اجازه بدید اینو بگم آقای افشارا، شما خودتون هم بیزینسمن هستید، هم تو کار آموزش پرورش هستید. دوستان چند نفر که ادعا میکنن از شما بیشتر میفهمن، به شما آموزش میدن، یه تلویزیونی رو نمیتونن بچرخونن. هر ماه کاسه گدایی دستشونه و مینویسه ما 31,000 دلار. بله الان گدا شدن. بله در صورت من میدونم، من افتخار میکنم که وقتی یه نفر میاد اینجا میگم آقا اینجا اینجوریه، این ماشین مجانی، راننده در خدمتتون مجانی، شما اگر میخوای سوخت بریز با هم برسیم به مقصد. خب یه عده آقای افشارها لطف کردن در راه برای بنده کافی و چایی هم و شیرینی هم میخرن. آقای افشارها خودش زنگ میزنه به من میگه من اینقدر تعداد برنامه نگاه کردم، این دیگه شعور و معرفت اینها رو میرسونه. ولی اگر کسی بیننده اون تلویزیون ها هست، عذر میخوام اینو میگم، همون موقع خودتون شما دارید میگید به اونا که آقا ما نمیفهمیم، ما آمدیم به شمایی که نمیتونید یه شرکت کوچولو رو اداره کنید، میگیم بیا. این آقای دکتر رنجبر حرف قشنگی میزد، میگه یه خونه 20 متری که میخوایم بسازیم با 4 نفر صحبت میکنیم، 2 تا معمار میاریم، اینا میخوان برن یه ایرانو آباد کنن، یکیشون یه برنامه نداره، یکیشون یه شرکت اینجا 10 تا شرکت رو زمین زده این آقای رضا پهلوی، شرکت های بانکی، شرکت های نفتی. من ببخشید اینو میگم، من اسب و خر داشته باشم افسرشو دست این آقا نمیدم، میذارم خر اسب خودش. آقای سربی این پسر رو که بلش کنی، ببینید این اصلا بلش کنی، اینو همونه خیلی بهش نزدیکن، میگن خودش صدها بارم گفته بابا این خلطا به ما نیامده، ولش کنی. من این بوق به دستان نوکر اجنبی رو میگم، مثل همین جریان ایران آریایی یا بعدن گاهی اوقات هم همین همایون اینا. اینها آقا گدایی به این شکله، اینا مزدورن، گمان نکنین وطن پرستیه این صبح. این بدبخت ها برحال برای مخارج، عرض کنه مخارج هم نیست، چون مخارج خدا میرسونه مخارج هر پرو روزمره رو، اینها برای برچ هاشون برحال باید کاسه گدایی رو پهن کنن که کردن و هیچ وقت هم به جایی نخواهند رسید. همیشه باید کاسه گدایشون اونی که باید عزت بدهد کس دیگریست. بسیار ممنون آقای افشار. اولا سفر خوبی داشته باشید، در حین سفر اگر جایی بودید که امکاناتش بود خواستید صحبت کنید حتما تماس بگیرید و خوشحال میشیم که نظرات شما رو داشته باشید. مطمئن باشین همه دوستان معتقد و حتی بی اعتقاد رو ما به عقیده خودمان در جاهایی که 4 دست پا واردش میشیم و خاک پای زوارش سجده میکنیم، آقا حتما دعاگو خواهیم بود و معتقد هستیم که انشالله این دعاها اثر خواهد کرد انشالله. بسیار ممنون آقای مدد، روی مات هم میبوسم و به خدای بزرگ میسپرم تون آقای سوری. خدا نگهدار، با امید دیدم. آقای مدد خدا بشون. دوستان عزیز با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم از کانادا.
دو سه دقیقه هم برنامه آقای حسن ارشاد به تأخیر افتاد، از ایشون عذر میخوام و این برنامه ها هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه تا برنامه جدید. دوستان شما هم میتونید مهمان برنامه ما باشید یا خودتون برنامه داشته باشید و در تلویزیون مردم نظراتتون رو با دیگران به اصطلاح در میون بذارید. اگر چیزی میدونید فکر میکنید لازمه یاد دیگران بدید، اگر چیزی میخواین بدونید از دیگران یاد بگیرید. روز روزگار بر شما خوش. آخر هفته است، مواظب باشید که خوشی شما باعث ناخوشی دیگران و بعد ناخوشی خود شما نشود. خوش باشید تا اونجایی که معقول و چی میگن رنگین و سنگین. آقای افشار هم میگن سنگین منظور چیه. دوستان عزیز مرسی که با ما بودید، روز روزگار بر شما خوش.